لیلی، میخواستی صحبتهایی رو بکنی؟ بگو ببینیم چه صحبتهایی داری و منم چون فردا برنامه‌ام یه مقدار پره نیستم، گفتم الان قبل از شب بخیر بیای صحبتات رو بکنی. بگو. صدا میاد آره صدا میاد. زیبا. من تقریبا حدود فکر میکنم اواخر تیر ماه بود، من به وحید پیام دادم بابت استوری که گذاشته بود. گفته بود که هر کسی هر کاری داره میتونم براش انجام بدم و اینا. حالا خودش بهتر میدونه، بچه های دیگه هم میدونم. من بابت اساس کشی که داشتم از وحید خواهش کردم، اومد پیش من. حالا قطعا اخبارش به گوش شما رسیده که اومد به من کمک کرد توی جابجایی و اینا، و من حقیقتش از اون لحظه از شخصیت وحید خیلی خوشم اومد. خب داشتم محکش می زدم ببینم چند وقتی که قراره با هم هم خونه باشیم چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ آیا این همون چیزی که راجع بهش قبلا هم میگفتن هست؟ یه خورده زاویه داشتم، ولی گفتم خب امتحان میکنم دیگه، اگه تونستم دووم بیارم که بهتر، اگر نه هیچی، جواب میکنم این قضیه رو. به هر صورت ما با هم یه چند روز قبلش توی خونه سابقم زندگی کردیم و جابجایی هم انجام شد، خیلی هم کمکم کرد و من هم سعی کردم تو اون مدت خب حواشو داشته باشم، یعنی نذاشتم اصلا حس ناراحتی داشته باشه، اذیت بشه. و اینکه همه چی خوب بود، همه چی خیلی عالی بود. من وحید و حالا شما خوشتون نمیاد که بگی به چشم برادر رو نمیدونم چی چی، من واقعا این حس رو بهش داشتم، خیلی حس راحتی میکردم. هرچی هم میگذشت فکر میکردم که راجع بهش، پس من منفی فکر میکردم، افکار سابقم اشتباه بوده. افکار سابق چی بوده؟ خب میگفتن وحید حاشیه داره، وحید نمیدونم، حالا یه حالا داستانایی بهش دیگه خبره، الان. هر حال حس بله خوبی نداشتی و یه سری چیزهایی که داشت. حالا حرف اصلی تو بزن. درسته. من به وحید گفته بودم وحید از زمانی که من با شما آشنا شدم تا به الان هیچ ناراحتی ازت نداشتم، راضی بودم ازت و در خونه من به روی تو بازه، کاملا استقبال میکنم و پشیمونم حتی اگر 1% راجع بهت فکری اگر کرده بودم، الان پشیمونم. تو میتونی هر وقت که تونستی مثلا مشکلی برات حتی پیش اومد روی من حساب کنی، من هوا تو خواهم داشت، در خونه من برای تو بازه. من حتی به خاطر اینکه دوستش داشتم تو اون تایم توی لایوا اصلا من تصویر نمیدم، اصلا تا حالا تو لایو نیومده بودم، ولی به خاطر اینکه وحید و پذیرفته بودم، قبولش کرده بودم، حتی تصویرم میدادم برخلاف میل باطنیم، ولی دوست داشتم، میگفتم حالا اشکالی نداره. منم تو به اون هر لایوها صورت چند بار دیدم دیگه که رابطتون خوب بود، از اونجا بله یادم بله میاد. بله دقیقا همینطوره. به واسطه من حالا این چیزی بودش که شادی به من گفت، گفتش که من وقتی دیدم وحید تو خونه تو بدون حاشیه بدون مشکل با هم تونستیم کنار بیان، همه چی خوب و خوش بود، منم روی وحید حساب با کردم. گفتم خب حالا که توی یه شرایطی استوری گذاشته، یه حالا استوریش خیلی طولانیه، من خیلی حضور ذهن ندارم، ولی شادی به دلیل اینکه پسرش آهنگساز بود گفت من میتونم این کمک رو به وحید بکنم، من به واسطه تو وحید رو پذیرفتم، قبولش کردم، دوست داشتم حالا
دوست داشت خواننده بشه، من گفتم شاید یه کمکی براش باشم. بر صورت شادی هم دعوتش کرد، بعد از خونه من رفت، کارای من که تموم شد رفت خونه شادی. حالا بعد از اون سفرهای دیگه براش پیش اومد. تمام اینا گذشت تا اینکه وحید ما رو با دیبا آشنا کرد. دیبا یه زری دیگه بود، فریبا بود. خلاصه سفر با هم رفتیم، خیلی روزای خوبی بود. همه چی داشت خیلی خوب پیش میرفت. به من یه روزی گفتش که سر جریان دیبا، یه لایف چتی هم دیبا گذاشته بود، یه صحبتهایی کرده بود. من با وحید صحبت کردم، گفتم وحید این چیزایی که دیبا به داره میگه، حرفایی که داره میزنه، آیا حقیقت داره، صحت داره، فلان. من نمیتونم باور کنم، حس دیبا رو واقعا درک نمی کنم. چرا باید راجع به شادی این حرفا رو بزنه؟ چرا باید راجع به من این چیزها رو بگه؟ حالا هر چی بوده کاری ندارم. من ناراحت بودم، گفتم دیبا نباید این حرکت رو میکرد، ولی واقعا درکش نمیکردم اون لحظه، شرایطش رو چون نداشتم بنابراین درکش نمیکردم. به هر حال باز من وحید رو بیشتر قبول داشتم تا دیبا. سعی کردم از گروهی که با هم آشنا شده بودیم خودم رو عقب کشیدم، عقب نشینی کردم، گفتم یه تعدادی رو دیگه نمیتونم به خاطر حاشیه‌ای که پیش اومده، ولی شادی به نظر من بینشون از همه موجه‌تره. من قبولش دارم، دوستش دارم، شادی رو واقعا دوستش داشتم. در صورت وحید میدونست که من دیگه نمیخوام با کسی ارتباط بگیرم، چون خیلی تشویقم میکرد که از تنهایی در میای فلان و اینا. من تنهایی و خلوت خودم رو دوست داشتم، ولی خب گفتم اشکال نداره، اگه تو میگی من امتحانش میکنم، که بازم ضرر کردم، کشیدم کنار. ضرر نکردم ها، ولی خب به خاطر حاشیه ها کشیده بودم کنار. تا خب اینکه اینو خونه منظورت تو آخرین نفر یعنی دیبا یا کس دیگه؟ بعد از جریان دیبا، من میگم من آدم بی حاشیه، بی صدا، اصلا شاید همیشه از فاصله زیاد قرار میگیرم با آدم ها. خیلی نزدیک نمیشم. همون قدیمی ها رو بیشتر قبول دارم. همیشه میگم اونا رو راحت تر، خانواده، حالا فک و فامیلم، اینا رو بیشتر قبول دارم، چون میگم دیگه شناخته شدن، ریسک نمی کنم خیلی به کسی نزدیک بشم، بیشترم هم به خاطر همین حواشی. یه روز شادی به من زنگ زد، گفت لیلی پاشو بیا اینجا. با اصرار زیاد گفت پاشو بیا بیا بیا. من واقعا اون روز اصلا نمیتونستم، حالا شرایطشو نداشتم، شاید حالم خوب نبود، دقیق خاطرم نیست. به هر صورت به اصرار گفت یه مهمون خارجی داریم، پاشو بیا. گفتم مهمون خارجی چیه و اینا. به هر صورت به اصرار، حالا کاملا خاطرم هست، اصلا حال درستی نداشتم اون روز. به هر صورت هر جوری بود خودم رسوندم، رفتم خونهشون. محسا اونجا بود، محسا کبریایی. گفتم مهمون خارجیتون ایشون بود؟ گفت آره. حالا دیگه داستانای محسا رو نمیدونم دیگه، اینقدر پیچید توی گروه و همه جا توی لاری با صحبتاش بود، نمیدونم تا چقدر در جریان هستی. به هر صورت لایو چت ما گذاشتیم دیگه، لایو آره، چت توی کانال ما بود دیگه. بله. به هر صورت شما با محسا پس آشنا بودی، میدونستی جریان، و من دارم راجع به همون صحبت میکنم. اون روز حالا هر اتفاقی که افتاد، اون مربوط میشه به خونه شادی، اصلا به من هیچ ارتباطی نداره، چون منم اونجا مهمون بودم، ولی شاهد یه سری مسائل بودم. حالا به عنوان شاهد من اونجا بودم و محصاری که دیدم ازش بدم نیومد. با این که میگم بازم نمیخواستم وارد یه سری داستانا بشم، ولی برخورد محصا اونجا به نظر من خوب بود، من راضی بودم ازش. نگو فردای اون روز، اون شب، به هر صورت به هر شکلی بود، تا دیر وقت اونجا من بودم، نذاشتن من برگردم خونه.
شادی گفتش که شب بمون، شما صبح برو از اینجا، دیگه این وقت شب دیره و اینا. حالا داستاناش اونو شادی براتون میگه. من اومدم خونه، متوجه شدم که طرفای ظهرش انگار وحید و مهسا از خونه شادی میرن. حالا کجا میرن من خیلی در جریان نبودم. وحید از خونه شادی که میاد بیرون انگار جایی نداشت. حالا نمیدونم کجا بود فرداش و اینا، نمیدونم. ولی دقیقا 2 روز بعدش به من زنگ زد، یعنی روزی که از خونه شادی اومدم فرداش، نه پس فرداش، زنگ زد طرفای عصر بود، گفت من خونه ای، من نزدیک اونجا، نزدیک هشتگردم، میخوام بیام اونجا. گفتم بیا عزیزم، بیا من خونم. اومد اینجا خونه من. گفتم داستان چیه؟ گفتش که چی دیگه، ما رفتیم از خونه شادی بیرون و مرسا رفت خونه شون و منم اومدم اینجا. و به هر صورت من دیدم که باز با مرسا در تماس بود، یعنی تماس تصویری هم با هم داشتن با گوگل میت. یادم حتی اینجا دوباره، یعنی بار دوم با تصویر من مهسا رو دیدم توی گوگل میت، با هم صحبت میکردیم، غذا میخوردیم و اینا. بازم برخورداش بد نبود، خوب بود، همه چی عالی بود، دختر شادی بود، سرحال بود. به من گفتش که من خیلی تو رو دوست دارم، قبولت دارم، فلان این داستانا. منم گفتم خب منم به تب از شما چیزی ندیدم، در هر صورت نمیخوام خیلی ادامه دار بشه این قضیه، میخوام برم سر اصل مطلب، که از اونجا شروع شدش که مهسا طرح رفاقت بیشتری با من ریخت. حالا نمیگم چرب زبونی، ولی خب بدم نیومده بود ازش. گفتم که خب دختر خوبیه، یه جورایی گیر افتاده دیگه، حالا ماجرا پیش اومده، داستان خونه شادی و داستان شوهرش و ماجراهاش و اختلافاشون و اینا. من واقعا دلم براش میسوخت، خیلی ناراحتش بودم. حتی به وحید میگفتم که خیلی دوست دارم کمکی بهش بکنم، ولی خب اینجا که نیست، شوهرش اون ور، شمارش رو بده، من با شوهرش صحبت کنم، شاید قانعش کنم یه چیزایی رو بابت ماجراهایی که پیش اومده بود. وحیدم گفت مگه میتونی تو مشکلات خودتو میتونی حل کنی؟ گفتم راست میگی، اصلا به من ارتباطی نداره، نباید دخالت کنم، خودش میدونه و شوهرش. در صورت من دقیقا یادمه که مهسا انگار مسافرت بود، یه سفری رفته بود، حالا اصفهان کجا، از سفر که برگشت حالش بد شد. یعنی یه روز وحید دیدم بلند شد از خواب، گفتش که آره من دارم میرم تهران. گفتم چرا، چیزی شده؟ گفت آره مهسا حالش بده، من باید برم، مهسا فشارش افتاده و این داستانا. گفتم خب تو باید کجا بری؟ گفتش که آخه بیمارستان بوده، من نمیتونم طاقت بیارم، حالم بده، من باید برم، دیگه نمیتونستم جلوشو بگیرم. گفتم باشه برو، ولی فکر نمی کنی ممکنه با خانوادهش مشکل پیش بیاد؟ الان با خانواده رفته دکتر، تو بری اونجا چیکار کنی براش؟ کاری از دستت بر نمیاد. به هر صورت وحید رفت، رفت و غروبش بود دیگه. به من گفتش که آره لیلی، من مهسا با من صحبت کرد، تلفن وحید و مهسا گرفت، گفتش که آره وحید میخواد تو خیابون بمونه. بهش گفتم که بیا برگرد برو، من میخوام برم خونه، حالم خوب شده، نگران من نباش. وحید ولی نمیپذیره، میگه نه و فلان و اینا. لیلی تو رو خدا وحید رو بکشون بیاد پیشت. گفتم که خب چی کارش کنم، نمیاد دیگه. گفت خواهش میکنم، این میخواد تو خیابون بخوابه، من دارم میرم خونه مامانم اینا، وحید رو که نمیتونم با خودم ببرم. به هر صورت اینا، گفتم وحید ببین اگه
من نمیتونم اصرارت کنم بیای، ولی اگه فکر میکنی که دوست داری بیای، خب بیا دیگه. ولش کن مهسا رو، بذار بره به زندگیش برسه. تو چی کار داری الان که حالش خوبه؟ گفت نه تو، خب کسی درک نمیکنه حال منو، من نگرانشم، اوضاعش انقدر خرابه، همین الانشم هم حالش خیلی خوب نیست، میترسم بره. یه وقت درگیریایی که با شوهرش داره، با خانوادهش و اینا، خیلی داستاندار بشه، بدتر بشه و اینا، من نمیتونم، من میخوام اینجا بمونم. بعد گفتش که آره من هرچی محصول اصرار میکنم نمیاد، بیا تو باش صحبت کن، راضیش کن که بیاد اونجا کجا؟ خونه ما. آها آره گفت راضیش کن که بیاد اونجا، با هم بیان. گفتم وحید خب محصول نمیتونه آخه، چجوری بیاد، خانوادهش رو چیکار کنه و اینا. و مهسا البته همینو میگفت، میگفت نمیتونم بپیچونم، نمیتونم خانوادهمو چی بگم، بگم کجا دارم میرم. خلاصه به هر صورت، حالا با اصرار هم، حالا هر چی بود، به هر صورت دیدم زنگ زدن گفتن ما میایم. منم خداییش حالا زیبا گوش آره میدی؟ هستم باید بله تصویر من باشه. خب بله باشه. خودش خیلی میترسیدم، چون ماجرای مهسا رو میدونستم، شوهرش رو میدونستم، چه کارایی کردن، چه اتفاقایی افتاده، چه حرفایی و اینا. ولی خب به خاطر رفاقتی که با وحید داشتم، گفتم خب حالا یه مهمونه دیگه، چه اتفاقی میخواد بیفته، بذار بیاد، مسئله نیستش. منم آدمی نیستم حالا خیلی حساس باشم، آقایی نمیدونم مثلا دو نفر با هم صحبت نکنن و فلان. گفتم خب میاد دیگه، مشکلی نداره، میخوان بیان بشینن با هم حرف بزنیم، مثلا شاید مشکلش حل بشه. حتی یادم به محصول گفتم بذار من با شوهرت هم صحبت کنم حالا که اینجایی. اون شب به هر صورت اومدن خونه ما و تا دیر وقت هم صحبت کردیم. شوهرش زنگ میزد دائم، گفتم گوشی رو بده من با شوهرت صحبت کنم، قانعش کنم، بهش بگم پیش منی. گفت نه نمیخواد و فلان و اینو. گفتم چه اتفاقی میخواد بیفته؟ خب من به عنوان یه دوست میخوام باش حرف بزنم، مسئله پیش نمیاد. گفت نه، تو نمیشناسیش این فلان. خلاصه اینقدر این آدم میترسید از شوهرش که دیگه منم دیگه اصرار نکردم، کاری بهش نداشتم. به هر صورت اونا اون شب اینجا بودن و قرار بودش که فردای اون روز، یعنی اینجوری که خوشمون صحبت میکردن، گفتن ما میخوایم بریم، نمیدونم راجع به یه ماجراهایی میخواستن برن، نمیدونم به کارایی داشتن دیگه. گفت تهران کار داریم، من باید برم ماشینمو بگیرم، میخوام برم مسافرت. با وحید با هم دیگه برنامه گذاشتیم بریم سفر. ماشین، ولی الان ماشین دستم نیست، ماشین باید آماده بشه، ما میریم تهران. خلاصه فردای اون شب و اینجا بودن، فرداش رفتن تهران و ماشین رو درست کرده بودن. حالا من ببین زیبا، اینایی که دارم میگم ممکنه باز پس و پیش باشه، مثلا شاید به جای یه روز 2 روز اینجا بودن، دقیق خاطرم نیست. ببین من تایم نمیزنم، زمان نمیذارم، فقط یادم فکر کنم یکی 2 شب اینجا بودن. و بالاخره بلند شدن رفتن، ماشین رو گرفتن. به محض اینم که ماشین گرفتن، لایف چت گذاشتن، یعنی من متوجه شدم که اینا تو لایف چت بودن. البته زیبا، من خودم با لایف چت اصلا مخالف موافق نیستم، کاملا مخالفم، ولی اون روز دیدم خود مهسا میگه من با میل خودم و با تشویق وحید و اینا این کارو کردم. من خودم مخالف بودم، گفتم چرا این کارو کردی، آبروی خودتو بردی و فلان. گفتش که دیگه خودم دلم خواست این کارو کردم، یعنی ربطی به که وحید کدوم نداره، کارو، چه کاری رو؟ همون لایف چتی که با شما گذاشته بود. آها بله لایف چتی که با شما گذاشته بود، من مخالف بودم، یعنی شوکه شدم. گفتم اینا میخواستن برن ماشین رو بگیرن بعدش برن مسافرت، لایف چت از کجا در اومد؟ آها خلاصه بعد از همون زمان بود که، همون موقعی بود که تو کانال ما اومدن لایف گذاشتن و. یعنی بله اون بله لایف زمان چتی که بله لایف گذاشتن. چتی که به شما داشتن.
اینا بعد از لایف چت دیدم، زنگ زدن گفتن ما داریم میایم اونجا. من حقیقتش اصلا حالم بد بود، خیلی عصبی بودم، اصلا حال خوبی نداشتم. از مهسا بدم اومده بود، یه چیزایی رو متوجه شده بودم، اصلا حالم به هم میخورد وقتی بهش فکر میکردم. حالا راجع به اتفاقایی که اون توی لایف چت شنیدم، ولی باز با این حال گفتم دیگه مهمونمه دیگه، چیکارش کنم، بذار بیاد باش شما صحبت موقعی کنم. که لایف چت میذاش، لایف چت بود وحید و مهسا با هم بودن، پیش شما نبودن؟ نه، اون موقع پیش من نبودن، ولی کجا بود؟ کجا بودن؟ تهران بودن. نه، کجای تهران؟ نمیدونی؟ نمیدونم، فقط میدونم که اومده بودن ماشین رو درست کنن، ماشینش آها، یه سر ایرادایی داشت. بعد ادامه بده. بعدش تو بله بعدش اومدم پیش شما. بله بعد یعنی اونم چی شد؟ من زنگ زدم به مهسا جواب نداد، زنگ زدم به وحید یکی دو دفعه، بعد از دو بار وحید جواب داد، دیدم انگار ناراحت بود، داشت نمیدونم گریه میکرد، حالا خیلی خاطرم نیست ولی حالش خیلی بد بود. گفتم وحید اینایی که توی لایف چت صحبت شده گریه حقیقت داره. میکرد؟ وحید گریه میکرد؟ بله، ناراحت بود. آها، گفتم که اینایی که تو لایف چت صحبت شده حقیقت داره، واقعا اینایی که الان تو کانال زیبا دارن میگن و اینا، گواره دیگه، حقیقت داره دیگه. من فکر کردم الان برای چی ناراحتم، سحر برام یه چیزایی رو فرستاده، حالم گرفته است و اینا. به مهسام گفتم دیگه اصلا با من حرف نزن، باش بحثم شده، اصلا حالم ازش به هم میخوره و خلاص این داستانا. گفتم که وحید حالا اصلا مهسا قاتل، مهسا نمیدونم بدترین آدم، اینو کاملا یادمه. بهش گفتم که الان نیاز به کمک داره، الانو درست نیست شما ولش کنی، الان که تو این شرایط مخمسه افتاده ببین میتونی کمکی کنی، به هر حال زندگیش مهمتره. من میگم حالا اومده اینجا با دو نفر آشنا شده، اگه کاری از دستت برمیاد براش انجام بده. گفت اصلا بهش گفتم دیگه حرف منم نزن و اصلا یه جورایی حالش بد بود دیگه. خلاصه توی لایف خدافزی چت که از این خودش بود. خب حالا باشه، ادامه بده. بله، بعد طرفای نمیدونم ساعت 9:30 شب بود، زنگ زدن گفتن ما داریم میایم اونجا. من باز نگفتم نه، گفتم باشه بیان حالا منم شاید بتونم با مهسا صحبت کنم، و اصلا دوست داشتم ببینم مهسا کیه، یه سوال بزرگی بود تو ذهنم. گفتم اینی که من باش معاشرت کردم کی میتونه باشه؟ یعنی باورم نمیشد که این چیزایی که توی لایف چت شنیده بودم یه جورایی منو هنگ کرده بود. گفتم بذار من باز با این آدم صحبت کنم، شاید چیزی برای دفاع داشته باشه، شاید واقعا یه حرفای بیخوده شایع است. اینا اومدن، من با مهسا صحبت کردم، دیدم مهسا حالش بده، اصلا حرف نمیزنه، سعی میکرد هیچی نگه. گفت یعنی یادمه که میخواست وارد بشه با لب خندون اومد تو. بهش گفتم مهسا اگه نمیخندیدی میخواستم بزنم تو گوشه. گفت چرا؟ گفتم حالا بشین بعد بهت میگم. وحید که اصلا حالش گرفته بود عصبی و اینا، یه گوشه رفت نشست و مهسا هم اومد کنار من نشست، داشتیم با هم سیگار میکشیدیم. گفتم میشه بدونم این جریان چیه؟ برای من بگی، اینو برای من روشن کن، برام خیلی مهمه. گفتش که هیچی نگو دیگه، حتی همین الان من با وحید دعوا داشتم، بحث داشتم و اینا، تو رو خدا یه همچین جمله ای گفت، گفت سنگ ننداز حالا تو هم. گفتم خب میخوام بدونم ماجرا چیه، به من بگین، خب منم برام سوال شده، حالا من فقط غریبم.
این عکس ها دست همه افتاده، حالا نمیدونم دست کیا، ولی بالاخره همه ماجرا رو میدونن. خب بیا به من بگو، منو روشن کن، من بدونم تو کی هستی. گفتش که الان نه تو رو خدا وحید، اصلا حالش خوب نیست، با هم دعوامون شده، نمیخوام دوباره تر و تازه بشه این موضوع. بعد دیدم دوتایی نشستن واسه همدیگه و داشتن با هم حرف میزدن، پچ 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 پچ، و یه چیزی اون میگفت یه چیزی این میگفت، اصلا دیدم مثلا انگار من نیستم بینشون. گفتم من میرم بخوابم، ولی مهسا قبل از اینکه بخوابی پا میشی میای توی اتاق من، برای من روشن کن قضیه رو. قبل از اینکه بخوابی اول بیا با من باهات حرف دارم. گفت باشه. در صورت طرفای ساعت نمیدونم بگم چند بود، من دیگه رفتم تو اتاق، طرفای ساعت بگم 3 بود 4 صبح بود. دیدم اومد و باز عصبی و ناراحت، سیگارم دستش بود. گفتش که ببین لیلی، نمیخوام دیگه ماجرا رو کشش بدی. گفتم نه داستان خیلی فجیع تر از این حرفاست، تو رفتی یه صحبت هایی کردی، من شنیدم، من کسی هم که تو رو به عنوان یه آدم موجه شناختم، یعنی چی، چه انتظاری از من داری؟ من فکر کردم تو مثل خودمی، یه آدم سالم، اصلا هرچی به من ارتباطی نداره، ولی برای من مهمه دارم با کی معاشرت میکنم، طرف حسابم کیه، طرف مقابلم کیه. من فکر میکنم تو یه چیزایی هستش که نمیخوای بگی. گفتش که نه اینا همش حرفه، باور نکنی مجید مقدم فلان نمیدونم چی 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 چی، خلاصه اینا رو برای من گفت. و بعدش هم گفتش که ما فردا داریم میریم شمال، تو رو خدا تو هم با ما بیا. گفتم نه من نمیتونم، من حالم خوب نیست، الان اصلا موقعیت سفر ندارم. بعد یه سری صحبت ها رو فقط بهش کردم، گفتم مهسا ببین من نمیتونم دیگه وحید رو بپذیرم. گفتم تو رو دیگه نمیتونم بپذیرم و وحید هم همینطور. گفت چرا، یعنی دیگه الان ما رو قبول نداری؟ گفتم به هر صورت من دیگه با این اتفاقی که افتاده اصلا نمیتونم بپذیرم. داستان شما خیلی عمقیه، اینقدر ساده بهش نگاه نکن، من باید جواب بدم به همه اینایی که من با شما رابطه دارم، به همهشون باید جواب پس بدم. میگن خب این آدم لابو لنگه ایناست دیگه. گفتش حالا که چرا وحید رو باشه، نمیپذیرفتی؟ حقیقتش ترس از این اتفاقایی که ممکن بود در آینده بیفته و واقعا هم افتاد، چه حرفایی که زدن، چه کامنت هایی که دادن، چه چیزایی که میگفتن دیگه. تو به وحید یه آدم نمیدونم چی چیه، تو بهش جا دادی، حالا بهش ادامه مکان بده اون دادی. سیستم خودتو. در صورت اینا فردا صبحش من یعنی بیدار شدم، اینا رفته بودن شمال و دیگه من باشون در ارتباط نبودم تا فکر کنم بعد از ظهرش بود، نه فرداش دیدم به من زنگ زدن، گفتن لیلی پاشو بیا اینجا، اینقدر هوا خوبه فلان. گفتم نه من نمیام. اصرار 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 اصرار، گفتم بابا من نمیام، اصلا من پول تو جیبم نیست، نمیخوام بیام، من پول تو جیبم نباشه نمیام سفر. گفت بابا تو نگران پولی فلان. گفتم آره نگران پولم. گفت ما داریم تو رو دعوت میکنیم، تو داری دعوت ما میشی. گفتم به هر صورت من اصلا اینا نمیام، رو میگفت نمیتونستم هم بگم. جان مهسا میگفت یا وحید میگفت؟ مهسا و وحید جفتشون جفتش. اصرار اصرار، از اونا اصرار، از من انکار دیگه. یعنی من فردای اون روز کلا تلفنشون رو جواب ندادم، شاید 20 بار اینا، بالای 20 بار اینا زنگ زدم، من جواب ندادم. شبش زنگ زدم، طرفای ساعت 7 و 8 شب بود، خب زنگ زدم گفتم که چی شده، اتفاقی افتاده؟ گفت چه تلفن جواب نمیدی، تو چرا این مدلی؟ گفتم من وقتی نمیتونم کسی رو قانع کنم، بابا من شرایط اومدن ندارم، من اصلا تنهایی تو جاده سفر دیگه نمی کنم، خیلی وقته نمیتونم، همسفر ندارم نمیتونم. گفتم میخوای من با شادی و امیر بیام؟
اونا رو با خودم بیارم، حداقل توی جاده تنها نباشم. گفتن نه و فلان و اینا، ول کن تو رو خدا، بذار خودمون باشیم، بذار خوش بگذرونیم و اینا، ول کن اونا رو، حالا بماند. زیبا، من یه لحظه، حالا هر چی که بود، اشتباه بود نبود، خریت بود، گفتم حالا شاید اینا مثلا این چند روزه، با خودم گفتم این چند روزه به هر حال اینجا بودن، گفتن منو به یه سفر، گفتم من شاید فقط یک شب بتونم بمونم، بیشتر نه، من برمیگردم. گفتم حالا اینا منو بعد این همه مدت خواستن دعوت کنن، بگن از خجالتم در بیان، شاید این حس رو دارن دیگه، یا اینکه اصلا شاید با من بهشون خوش میگذره. خلاصه پاشدم رفتم، گفتم من امشب میمونم ولی دیگه باید برگردیم. رفتم اونجا، فردای اون روزم بودیم، خلاصه برگشتیم بعدش از سفر، اومدن اینجا، گفتن ما میخوایم بریم همدان، از مجید مقدم شکایت کنیم، فردا داریم میریم همدان. گفتم باشه. یعنی تمام مدت شاید من به ظاهر خوشحال شاد، چرا؟ چون به هر حال دوست داشتم اون چند ساعتی که با هم هستیم اینا دیگه حالشون بد نشه، بگن طرف اعصاب ما رو خورد کرد یا به ما بی محلی گذاشت. با این که هنوز که هنوزه زیبا، من نمیدونم مهسا کیه، واقعا نشناختمش، نمیدونم این کیه. وحید رو میشناختم ولی دیگه الان وحید هم نمیشناسم، چون از وقتی که وحید با مهسا با هم افتادن شخصیت وحید دیگه اون نیست، اون وحیدی که من میشناختمش نبود. نمیدونم این چه تأثیری بودش، مثبت بوده منفی بوده، ولی افتاده. بعد اینا گفتن ما میخوایم بریم همدان. خب آره، گفتن ما میخوایم بریم همدان. بعدش هم که باز من فکر کنم طرفای ساعت 11 و نیم 12 ظهر بود، اینا پا شدن رفتن، و رفتن دیگه، رفتن. خب رفتن همدان، من دیگه خبر ندارم رفتن یا نرفتن، چون من بهشون گفته بودم به مهسا، حتی یه شب کنارش نشستم تا شاید بگم حدود 2 نصف شب 3 نصف شب، شاید اصلا زمانش رو خیلی یادم نیست، ولی فقط باش صحبت کردم، گفتم مهسا من دیگه نمیتونم بپذیرم، خسته شدم، اصلا ترس دارم، میترسم. صحبت هایی که الان کردی هیچ اتفاق خاصی نیفتاده که دلیلی بر ناراحتیت باشه؟ خب اتفاق دیگه، اتفاق از این بالاتر چی؟ من اینجا بودم، شوهرش زنگ میزد، دائم تهدید میکرد، وحید رو تهدید میکرد، نمیدونم عکس مهسا رو وردار، نمیدونم لایو رو وردار، نمیدونم مهسا رو هی چک میکرد، تو کجایی تو کجایی. بابا من داشتم دیوونه میشدم، از این ور نمیدونستم به اینا چی بگم، چه مدلی برخورد کنم. از یه طرف ترس از همین داستانا رو داشتم، میگفتم خب شوهرش دنبالش میگرده، چکش میکنه، حتی یادم بهش میگفتم مهسا جواب شوهرتو بده، باش حرف بزن، تو نمیخوای حرف بزنی، بذار من حرف بزنم. این که میگفت مهسا که میگفتش که وحید رابطه خیلی خوبی داره باهاش، با شوهرش. من ندیدم رابطه خوب. اصلا ندیدی که حتی با هم حرف بزنن؟ نه نه نه. چرا؟ یکی دو دفعه شوهرش زنگ زد، وحید رو تهدید میکرد، میگفت من میام نمیدونم چیکار میکنم چیکار میکنم، به چی زنگ زد؟ یعنی مستقیم با خود وحید صحبت کرد؟ آره مستقیم، آره زنگ میزد به وحید. بعد اینجا میگفت؟ بله بله بله. خیلی بعد و بیرا. بعد وحید چه جور برخورد میکرد باهاش؟ وحید خیلی خونسرد میگفت باشه باشه، هر کار دوست داری بکن، باشه باشه باشه، هر چی که تو میگی درسته، باشه هر کار میخوای با من بکن، تهدید بکن این کارو بکن. پس این یه مسئله بود که در واقع این بود. بعد دیگه چی؟ اینا رفتن همدان یا خبر نداری؟ من دیگه خبر ندارم، چون من به مهسا گفتم دیگه شما رو نمیپذیرم، تمام. خب حتی یادمه که خب جان جان بفرمایید.
من میگم خب تا اتفاق خاصی که به افتاده باشه که به غیر از این مسئله، یکی این که گفتی خب شوهرش مدام زنگ میزد و اینا نمیگفتن که مثلا پیش تو هستن اینا، تو مستقیم دیگه با جواد بود چی یادم، سعید صحبت نکردی هیچ وقت؟ من نه تلفنی که به من نمیداد که، حتی آها تلفنی که من میگفتم جواب شوهر تو بده، گفتم بابا این داره زنگ میزنه، خب جوابش رو بده دیگه، لام هستم آخه، چرا تلفنش رو یعنی شاید از 10 بار خب این یه مسئله بود، این یه مسئله بود دیگه. اون مسئله، اون چیزی که دیگه ناراحتت کرد چی بود؟ اینی که ناراحتم که حقیقتش خب خونسردی وحید بود که میگم اصلا یه جورایی واقعا دیگه دیدم نمیدونم اصلا نمیتونم توصیفش بکنم که این معنیش حالا یه چیه. حس منفی گرفتی، حس احساس میکردی که اون حسی که قبلا داشتی نداری. دقیقا وقتی میدیدم که اصلا اون وحیدی که این همه میگفت من نمیدونم، من هیچ چیزی رو پنهان نمیکنم، من مبارزه میکنم با رازداری، من نمیدونم چی کار میکنم، خب حالا شعارهایی که میده دیگه، چیزایی که میگه، اصلا اون وحید دیگه نبود، کلا تغییر کرده بود. اون شبی هم که من به مهسا گفتم من دیگه نمیپذیرم، گفتش که من برم چی، یعنی تو ممکنه یه روزی وحید رو بندازی بیرون از خونت مثل بقیه؟ گفتم نمیدونم، ولی مهسا جان من نمیتونم وحید صبح تا شب تو خونه من باشه، اصلا هر چی، من برای وحید شق القمر نمی کنم اینجا، هر چی اگه قرار باشه خورده بشه، تازه وحید اصلا خیلی آدم بخوری نیست، زحمتی برای من نداره، بگم باعث زحمت منه، ولی این استرس هایی که به هم وارد شده، فشارهای روحی از یه طرف، بابا نمیتونم، من اگر میخواستم دروغایی که میگفتم به نظر خودت بود چیا بوده؟ یکی این که مثلا نمیگفتم ما کجا هستیم، بله خب بله دیگه این که مثلا رابطه خوبی من با همسر چیز دارم، این مسئله رو مطرح کرده بودن، خب میدیدی که نه این نیست، تهدید هست، دیگه چه مسئله ایه؟ ببین زیبا، من حقیقتش دیگه نمیتونستم وحید رو بپذیرم. چرا؟ یکی دیگه از دلایلش این بودش که قرار نبود که با من زندگی کنه که یه عمری. من گفتم در خونم به روی تو بازه، ولی خب دیگه هر چیزی اندازه داره دیگه، این همه احساس فشار روت میکردی که باشه، خب احساس گفتم تنهایی میخواد میکردی، وحید، گفتم وحید، حتی براش 2-3 بار پیام دادم، حتی روم نمیشد دیگه تو روش بهش بگم، پیام دادم گفتم وحید میخواد با مهسا باشه، وقت بگذرونه، چرا تو خونه من، بره خونه بگیره، بسه دیگه، اندازه داره، 1 شب، 2 شب، حالا سه اینا شب آقا رابطهشون با هم دیگه چطور بود از نظر تو؟ یه رابطه عشقی، عاطفی، جنسی یا چی بوده؟ حقیقتش نمیتونم بگم، هیچی نمیتونم در این رابطه بگم، حرفی نمیتونی نمیتونم بگی یا بزنم، نمیخوای بگی؟ نمیتونم بگم، یعنی چی نمیتونم بگم؟ خب رابطه عشقی که عشقی بوده 100%، چون وحید میگفت من 1 ساعت هم نمیتونم از مهسا فاصله بگیرم، حتی 1 ساعت، میگفت مهسا بره خونشون، من میرم کنار خیابون میخوابم، برای من اینجور. مهم نیست. خب این برداشتی که تو داشتی از نظر بله. رابطه مثلا جنسی چی؟ نمیتونم بگم چون با چشمم ندیدم چیزی. آها با چشمت نه، خب بله. ولی با کنار هم میخوابیدن اونا؟ نمیتونم بگم. آه نمیتونی بگی، اوکی باش، ما از اینجا میگذریم. این اصلا مسئله به خاطر حالا دیگه هر مسئله نمیتونی بگی. خب دیگه چه ولی احساس میکردی که تو این رابطه خیلی مسائلی که دارن ناروشنه یا مثلا مخفی کاری میکنن برخلاف اونجا، یعنی حضور احساس کردم مهسا اصلا به هیچ عنوان، یعنی من بهش میگفتم تو اومدی نمیخوای پیش مامانت بری،
یعنی نمیخوای سر به مامانت بزنی، نگران مادرت نیستی، نگران مثلا بچه هات نیستی، زنگ میزنی به بچه هات، سراغ بچه ها رو میگیری، اصلا نگران زندگیت نیستی. چرا این مدلی؟ واقعا نمیتونستم درک کنم اینقدر بیخیال. و نه اینکه بیخیال باشه، فقط ترس از همین مجید مقدم داشت دیگه. این اتفاقایی که افتاده بود، مجید مقدم چیکار کرده، مجید مقدم چیکار کرده، منم خب به حالا که خیالم چون خود تو مجید مقدم هم حالا قطعی نیستش که این کار مثلا این کار با از طرف مجید مقدم، چون مسائل فقط به مجید مقدم بر نمیگرد. یکی از طرف کسانی که زیر سوال رفته بود مجید مقدم بود، نه اینکه حرفایی که این میزد یا اون صحبتهایی که وحید میکرد، که تهدیدهایی که میکرد و نمیدونم مجید تو داری فلان و بهمان، یعنی یه چیزی که ذهنیات خودشون با میکردن، وگرنه به طور قطعی نمیشد مطرح بشه. خب شما با مجید مقدم صحبت کرده بودی؟ هیچ وقت؟ من فقط اون زمان که من اینا رو دیگه گفتم دیگه نمیپذیرمتون، برین از اینجا، یعنی روزی که قرار بود اینا برن همدان که شکایت بکنن، گفت میخوایم بریم همدان، من نمیدونم یکی رو وکیل گرفتیم همدان، خلاصه حالا دقیق نمیدونم حالا این موضوع، ولی اینا با موضوع همدان به هر صورت از اینجا رفتن، ولی دوباره برگشتن گفتن یه سری وسایل وحید اینجاست، میخوایم بیایم ببریم. بعد گفتم که همدان رفتین، گفت نه همدان نرفتیم. گفتم پس چی شد شکایت اینا؟ دیدم هیچی به من نمیگن، یعنی از وقتی که من اینا رو دیگه نپذیرفتم دیگه مسائل دیگه مشخص. من حالا آره دیگه با چیزی رو مجید برای من مقدم خودت نگفتم، صحبت پنهان کردی؟ نگه داشتن. آه پنهان من با مجید مجید مقدم. مقدم فقط یه روز به هم زنگ زد، گفتش که من اومدم هشتگرد در خونه شما، وحید رو بیار پایین، من با وحید صحبت کنم، دستش رو میذارم تو دستت، دوباره ببرش بالا، ببرش خونه. گفتم مجید، گفتم وحید اینجا نیست. وحید اونجا گفت که نبود؟ نه وحید اینجا نبود دیگه، واقعا نبود. واقعا نبود. خب گفتم که گفتم وحید اینجا نیست، دوباره تکرار کرد. گفتم ببین آقای مجید مقدم، وحید اینجا نیست، اینجا دنبالش نگرد. بعد گفتش که باشه، من به خاطر احترامی که به شما قائلم، حرف شما رو قبول میکنم، باشه ولی خداحافظ. خب این تنها حالا صحبتی که شماره داشت. من رو نمیدونم، شماره من رو کی به مجید مقدم داده بود، چون ازش پرسیدم، گفتم شما، من چند بار به من زنگ زد، من جواب، من شمارهایی که نشناسم جواب نمیدم. چند بار زنگ زد، دفعه آخری که جواب دادم گفتم شما، گفت من مجید مقدم، مجید صورتی هستم. گفتم مجید مقدم، گفت بله. گفتم شماره منو کی به شما داده؟ گفت وحید. وحید مگه نمیگه راز دارم، راز ندارم، وحید به من داده. خب یه موردم این مسئله بوده، دیگه چه موردهایی که بخوای بگی که در رابطه با مخفی کاریاشون یا مواردی که تو را آزار دادن چه چیزایی بوده؟ ببین حقیقتش زیبا، من خیلی سعی کردم برای وحید، خیلی سعی کردم که سنگ تموم بذارم تو رفاقت، یعنی گفتم حالا اشکالی نداره. حتی یادم یه بار یه آقایی به نام محسن علوی، ایشون اومده بود توی لایوی تو کانالتون دیدم، اومده بود گفته بود بیچاره لیلی، اگه خونه لیلی رفته باشن. من اون موقع نفهمیدم واقعا چی گفت، ولی بعد از اینکه برخوردای اینا رو دیدم، رفتاراشون، خصوصا که اصلا حس جالبی دیگه نداشتم بهشون. چرا؟ چون دیدم اینا فقط دنبال یه مکان بودن که با هم بودن، خونه من براشون با فقط هم بود. مکان بوده. آها احساس میکردی که مثلا اینکه داره خب سوء دیگه چه استفاده جالبه. میشه ازم.
خب شمال که رفتن، کجا رفته بودن شمال؟ شمال حقیقتش بندر انزلی. بندر انزلی خونه کی؟ یه جایی رو گرفته بودن دیگه. آها یه جایی رو گرفتم، شما رو هم دعوت کردم بندر انزلی رفتی؟ بله. من اتفاقا یادمه که یکی از خب نخواد چه دلایلی که جایی من که دارم وسوسه چه شدم جایی؟ برم همین آها بود. چی؟ چون بندر انزلی تا حالا نرفته بودم، بهش گفتم باشه بعد این همه اصرار حالا اشکالی نداره، چون بندر انزلیه میام، ولی فقط یه شب، یک روز، نه خب بیشتر. بعدش این یعنی احساس میکنم خب اونا که جا داشتن میتونستن یه جایی باشن مثل همین بندر انزلی، چرا دیگه فکر میکنی مثلا از خونه تو به عنوان یه مکان استفاده میکردن؟ نه دیگه، اونجا رو قرار بودش که خب موقت باشه دیگه، آها یه دسترسی چیزی به دیگه. اینجا نداشت. نمیدونم آها حالا یاده دلایلشون که اینجا مونده بودن، در هر صورت من حس کردم که اینجا براشون شده یه مکان یه دیگه، و مکان من مناسب. خب آره این این حس مواردی بهم که دست گفتی داد. همینا بودن؟ مواردی که گفتی؟ نمیدونم منظورتون چیه، الان نه میگم سوالی چیزی مواردی که بود. ناراحتی هایی که داشتی تا اینجا بود، بعد از اون دیگه ببین ارتباطی اینا نداشت. اصلا ناراحتی نبود، چون من به وحید گفته بودم وحید اگر ببین، حتی گفتم اگر حتی یه روزی اگه ماجرا بخواد لو بره، من گردن نمیگیرم وحید، به من هیچ ارتباطی نداره. یعنی چی لو بره؟ چی لو بره یعنی؟ گفتم اگه کسی بفهمه شما اینجا بودین، اینجا هستین، هر چی، به من ارتباطی نداره، من نیستم. اما حالا دلیلش چی شد من دارم میگم. بعد از اینکه اینا اومدن وسایلاشون رو بردن، چون من به مهسا و وحید گفته بودم باید خونه بگیری، اگه میخوای هر کاری بکنی به من ارتباطی نداره، من دیگه نمیتونم قبول کنم شما رو اینجا، هر کاری میخوای بکنی خونه بگیر، به من ارتباطی نداره، ولی اگر دوست داری میتونی، اگر اینجا رو دوست داری، این منطقه رو، من حتی حاضرم کمکت کنم برات، دنباله، نه اینکه پول بدم و نه، گفتم حاضرم برات بگردم اینجا دنبال خونه، یه خونه ای بگیری، سر و سامون بگیری. آره خب بعد چی شد؟ آخه بعدم مثل که وحید یه خونه گرفته نه؟ بله. خب اون خونه رو تو کمک کردی؟ نه کمک مالی، من گفته بودم من کمک مالی نمی نه کنم، تو گفتم کمک کردی که بگیرن، کجا نه گرفتن این نه خونه نه رو؟ نه نه من دو سه مورد پیشنهاد دادم، چون من اینجا دنبال خونه گشته بودم، چند تا شماره املاکی داشتم، باهاشون تماس گرفته بودم، اینا پیشنهاد دادیم نشد، اونا رفتن خودشون پیدا کردن نشد. دیگه. آره بعد از اینکه رفتن دیگه گفتن که ما خودمون رفتیم خونه گرفتیم دیگه. خودشون با هم گرفتن اونجا رو. بله. خیلی خوب. کجاست؟ تو رو دعوتت نکردن یا بگن که کجاست؟ نه دیگه با من که کلا من قبل احساس رابطه کردم کرد، اصلا یعنی اصلا آره نمیدونی دیگه، که کجاست. والا به من گفت پرند، گفت پرند خونه گرفتم. آها بعد فرق. وحید گرفته به اسم وحید. بله. وحید. خیلی بذاریم بابا محسنم باز کنیم ببینیم اگر محسنم صحبتی داری یا محسنم کوتاه یه صحبتی بکنه بعدا شما آره خواستی. شما صحبتاتون رو بکنید، اگه سوالی نه بود بازم. محسن صحبتی داری بگو در این رابطه. سلام و عرض ادب. آخرین نفری که با اینا در تماس بود و ای به من پیام میداد ترانه بود، زیبا ترانه ای که تو گروه شما هست، گروه ما آخرین نفر، بود. این اینا به من پیام دادن آره که بیا بریم سراغ مجید مقدم. گفتم من با مجید مقدم اگر مشکل داشته باشم نه خودم اینا میرم. یعنی اسماشون ببر، یعنی ترانه ترانه، با مهسا، مهسا. وحید. آها مهسا و وحید خونه ترانه بودن بعد به تو پیام دادن. نمیدونم خونه کی بودن، همزمان ستاشون با هم دیگه، ترانه بلاک بود، آها مهتاب بلاک بود، وحید یه دفعه تلگرام پیام داد که داریم میریم همدان.
و تکلیف مقدم رو روشن کنیم. گفتم من واسه چی بیام؟ مقدم اگر کاری کرده برای من نکرده که برای اینا کرده، به من چه ربطی داره؟ بعد فهمیدم یکم که بلندتر صحبت کن، صدات ضعیفه. سرما خوردم زیبا، ببخشید. آره بعد اینا ستایی همزمان به من پیام دادن، ترانه، مهسا و وحید. اینا ستا با هم دیگه داشتن میرفتن همدان که کارهای مجید مقدم رو کنم. منم میخواستن ببرن که من گفتم به من ربطی نداره. آره انجام ند. خب این کی بود؟ زنگ 9 روز پیش. 9 روز پیش بود. بعدش قطع شد. چقدر طول کشید مکالمتون؟ مکالمه پیامی در حد تلگرام بود. آها. و بعدش من دوباره این دوتا رو بلاک کردم، حالا وحید رو بلاک کردم. خب چه جوری فهمیدی که اون 2 نفر دیگه هستن؟ اون 2 نفر دیگه کیه؟ یعنی ترانه و مهسا رو چه جوری فهمیدی که هستن؟ همزمان ترانه یه دفعه 15 تا تماس بی پاسخ داشتم ازش. نه میخوام میگم ستایشون رو با هم چه جوری فهمیدید؟ ویدیو کال کردن یا چی؟ نه دیگه، خود وحید گفت من، ترانه، مهسا میخوام بریم همدان. آها. ترانه یه صداشون هم شنیدی؟ صدای ترانه رو هم شنیدی؟ آره دیگه باش حرف زدم. آها چی گفت ترانه؟ آره. هیچی، موضوعی از مجید مقدم گفتن که جدید بود. 2 تا خانوم دیگه هم هستن که حالا اسماشون رو نمیخوان ببرن. اینا هم مثل که میخوان شکایت کنن از مجید مقدم. 2 تا خانم دیگه هم مثل که از گروه شما با ایشون رو ارتباط داشتن. بعد گفتم به من ربطی نداره، مجید مقدم با خواهر من بوده، با من بوده، از من دزدی کرده، به من چه ربطی داره که من بخوام بیام؟ بعد عین جمله‌ای که گفتم، حالا پیامشو دارم، خواستی میفرستم برات. گفتم آره من یه بار تو لایف با مجید مقدم تند صحبت کردم، مجید مقدم میخواست مثلا جوری وانمود کنه، یه تیکه از لایو من اسکرین کرده بود گذاشته بود، میخواست مثلا وانمود کنه این اکتا رو من نفرستادم و اینا. من یه ذره تند یه پیامی به گروه شما فرستادم، اینا از اون سوء استفاده کرده بودن. اینا منظورت اینه که ترانه و مهسا و وحید میخواستن که بنا به اون پیامی که برخوردی که تو کردی، تو رو بکشونن تو این جریان. آی باری کلا. آره که من گفتم اینه که بعد چی شد؟ صدات قطع شد. خب تو این رابطه یکی دیگه زیبا، از بچه‌ها صدای منم سمیرو الان تو صدای محسن وصل بشه. اول لایو من مایکم بسته بود، شما صدام کردی، من نمیتونستم جواب تو بدم. حالا تو محسن مایک من بسته بود. اشکال نداره. محسن هستی یا هستم صدام نمیاد؟ نه نه. خب بعدش دیگه. خب نه درسته، الان میاد. خب بعدش به این اینا میخواستن که تو نرفتی، جوابی ندادی. بعد گفتم آره 2 تا خانم دیگه هم هستش. اسمشون رو نمیخوایم. اون دوتا خانوم هم به من پیام دادن، خودشون هم اسمشون رو نگفتن. خب اما از گروه شما هستن و اونا هم با ترانه حس میکنم در تماسن، چون تماسی که ترانه گرفته بود گفت اینا هم به من زنگ زدن، مجید مقدم با اینا هم این کار رو کرده، فلان کرده، خلاصه میخواست یه جوری ما رو داغ کنه دیگه. منم گفتم خب ما تو گروهمون که بچه ها همه اسمشون مشخصه، چجوری اونا اسمشون رو مشخص نکردن؟ گروه منظور حالا که شما رو میشناختن دیگه. آره آها، شاید تو کانال. خب آره احتمالا اینجوری بودن. بعدم یه چیزی در مورد خانم لیلی هم بگم، ایشون هم بانوی خیلی خوبیه، ولی مثلا میتونست الان که ناراحته، خانم شادی هم با وحید دوست بود. خب خانم شادی از روزی که مهسا اومد وسط دیگه هیچ کدومشون رو به خونش راه نداد، نداد که. خانم لیلی هم میتونست خیلی قاطع و واضح همین کاری که خانم شادی کرد و انجام بده، اما ادامه داد، حتی از لحظه‌ای که فهمید اینا با هم دیگه
رابطه هاشون عمیق شده، نمیدونم با هم دیگه سکس میکنن، با هم دیگه بالاخره یه چیزایی هست دیگه، هممون میدونیم دیگه. خب نه خانم لیلی ما هممون یعنی چی؟ من میدونم، لیلی میدونه، شادی میدونه، نمیدونم تو از کجا همه... میدونی؟ چی؟ تو از کجا میدونی اینا با هم سکس دارن؟ دیگه جدیدم وحید رو ندیدی و زیبا وحید رو باید ببینی. وحید بیچاره دیگه جای صاف تو سر صورتش نیست، همش کبوده، هر روز یه جاش کبوده. من نه خب نه نمیتونیم این مسئله، حالا باشه اگر این مسئله خانم لیلی یه ذره دوتا دیگه سوال کنی صادقانه همه رو میگه، ولی میخوام بگم خانم شادی نه. هم اندازه خانم لیلی با اینا ارتباط داره خب، ولی از روزی که پای مهسا اومد وسط خانم شادی، من خانم شادی رو هم اندازه خانم لیلی میشناسم، فقط از طریق همین لایوا دیدم اینا رو، اولین بار از صداشون رو شنیدم، ولی منظورم اینه خانم شادی به طور قطع کامل کات کرد، من دیگه ندیدمش تو خونه شادی، ولی خونه لیلی رو چون لیلی تنها بود اینا سوء استفاده کردن، یه خونه مجردی گیر آورده بودن، هر موقع جا نداشتن خونه لیلی مکان به قول معروف آره. خب حالا دلایل دیگه به غیر از لایو که توی لایو وحید مشخصه، دلایل دیگه هم داری که اینا با هم دیگه ارتباط داشتن؟ نه دیگه دلایل خاصی ندارم، ولی بالاخره دیگه تا اونجایی که میدونم اینجوریه. خب خودت آره تو حس و نظرت. خیلی خوب باشه، مرسی ممنون که اومدستی دیگه. اون دو و نتیجه چی شد در رابطه با رفتن همدان یا نه، یا بالاخره نمیدونی؟ من مهسا رو بلاک کردم زیبا، بعد فقط چند روز پیش حدودا یه هفته پیش خونه که گرفته بودن لایف گذاشتن، به وحید زنگ زدم وحید جواب نداد، بعد همین دیگه در این حد شد. و بعد من برگشتم گفتم مهسا پیام داده بود چی کار میکنی، این همین جمله، گفتم هیچی دیگه کاری نمیتونیم بکنیم که خونه هم که گرفتین و مبارک ها باشه، به شوخی انداختم گفتم شامی نهاری مهمونی چیزی نمیخواین بدین، گفت ما خونه نگرفتیم، بعد دوباره بلاکش کردم، گفتم بابا اینا دیگه زدن تو کار خیلی رازداری، بلاکشون کردم جفتشون همزمان. جفتشون یعنی کیو کیو؟ عروس نماده دیگه، آقا وحید و مهسا خانومو. باش مرسی. دیگه صحبت خاصی داری یا نداری؟ نه شب بخیر. خیلی خوب مرسی. شادی قرار بود یه صحبت هایی بکنه، شادی بود ولی من دوبار مایکش رو باز کردم ولی الان نیستش. خب نیستش، اشکال نداره. خب ما یه چند دقیقه صبر میکنیم. روزی با من یه سوال از لیلی بپرسم. اومد. بفرما شادی. سمیر تو چه سوالی میخواستی بپرسی؟ از کی میخواستی بپرسی؟ از لیلی میخواستم یه سوالی بپرسم. یه چیزی که بچه ها لیلی، من بچه ها چند روز پیش به من تماس گرفتن، خیلی ها تو تلگرام میگفتن که لیلی زیر لایو وحید رفته نوشته مونا موسوی کیه و مونا موسوی رو به من معرفی کن. میخواستم ببینم این مسئله مونا موسوی چی بوده، اگه دوست داری جواب بدی. ببین زیبا، مسئله مونا موسوی اتفاقا باعث شدش که من بیام اینجا صحبت کنم برای شما. من خیلی گوشه کنار میشنیدم که توی لایوای وحید میان میگن نمیدونم چرا اینا با قطع ارتباط کردن، لیلی چرا دیگه نیست، لیلی چرا با تو صحبت نمی کنه، چرا پیش لیلی نمیری، لیلی کجاست، فلان چی شده. وحید هم میگفتش که هیچی، به هر حال دیگه من قرار نیست با همه زندگی کنم فلان. بعدش هم آره دیگه یه مسائلی پیش اومده، حالا دقیقا نمیتونم این جمله هایی که وحید میگه بگم،
یه مسائلی پیش اومده دیگه. هر حال خیلی چیزا عوض شده. گفتن آره از وقتی مهسا اومده اینجوری شده، آره از وقتی مهسا اومده، آره خب قطعا خیلی چیزا تغییر کرده. آدما همیشه اونجوری نمیمونن. بعد مونا موسوی یه کسی بودش که من چند بار دیدم هی تو لایبا میان مینویسن یا حرف میزنن، کامنت میدن، مونا موسوی میاد میگه آره وحید افشا کن افشا کن، چرا نمیای شادی و لیلی رو چرا نمیای افشا کنی، بیا بگو دیگه، بیا بگو. آره یکی می نوشت نمیدونم چقدر زحمت کشید برای لیلی، چقدر براش کار کرد، آخرش ببین لیلی چی کارش کرد، حتما بهش نظر داشته، حتما بهش حس داشته، نمیدونم. همین حرفا بود. بعد مونا موسوی چیکار کرد؟ مونا موسوی اومده بود اینا رو گفته بود. من میدونستم که مونا موسوی محساس، محسا نه یکی نه دوتا چند تا اکانت داره، یعنی با اکانت های مختلف. از میدونستم، کجا اصلا میدونستی مونا موسوی محساس؟ میدونستم زیبا، میدونستم چون که با کد همون انگلیس بود، این استاش اومد بالا، می نویسه اولی که شما طرف و اگر بری بخوای شناسایی کنی، می نویسه برای شما اکانت طرف شناسایی میشه، کاملا تابلوه. من می دونستم که این اصلا، همه می دونستن، همه می دونستن. همه یعنی چه کسای دیگه ای؟ آخه ما یک گروهی هم داشتیم توی گروه تلگرامی برای وحید بود، وحید زده بود، همه میدونستن دیگه. تنها کسی که میومد اونجا برای وحید قلب میفرستاد، نمیدونم کامنت های خوشگل مشکل براش میذاشت. بعد زمانی که این مونای موسوی میاد اینو میگه، حالا الان اجازه بدی من توضیح میدم برات. اومدم به من گفتم بیا برو ببین مونا موسوی چیا میگه توی لایو و اینا. رفتم گفتم مونای موسوی رو به من بگو کیه وحید، فقط همینو گفتم. وحید مونا موسوی کیه؟ دیدم انگار اصلا با من حرف نمیزنه، هی میگن وحید لیلی اومده توی لایو داره ازت سوال میپرسه جوابش رو بده. من با لیلی حرفی ندارم، من با لیلی صحبتی ندارم. لیلی پیام منو توی تلگرام سین نکرده، من باش حرفی ندارم. گفتم وحید مونا موسوی رو به من معرفی کن، اینو که میتونی، چه جوری قرمون صدقش میری، نمیدونم عزیزم مرسی فلان از اون ور لاف میترکونی باهاش، اون همینطور، چه جوریه، حتما میشناسیش دیگه، خب به من بگو کیه دیگه این مونا موسوی کیه. بعد یه چیزایی یعنی شک که نه، مطمئن بودم که مهسا و اومدم برای وحید نوشتم وحید به مونای موسوی بگو اگه میخواد افشا کنه. اینو توی کامنت گذاشتم توی لایوش، گفتم اومدم افشا کنه دیگه، منو منتظرم بیاد منو افشا کنه، چی میخواد بگه راجع به من، راجع به شادی راشدی، هر حرفی میخواد بزنه بیاد بزنه، منم اومدم منتظرم ببینم چی میخواد بگه، ایشون بگه منم میخوام بشنوم حرفاشو. بعد اینو که دید وحید گفت آره تو هم شدی مجید مقدم، تهدید میکنی. بعدش هم لایوشو بست. پس خیلی این عامل بالی مونا موسوی این صحبت ها شد، در واقع باعث شد که تو بله بیای این صحبت ها رو بکن. بله خب سمیرا و جواب رفتم شما توی لایو چتش، نه رفتم توی تلگرامش براش نوشتم ببین وحید مونای موسوی یا همون مهسا بگو دهنتو ببند، دهنتو ببند، اگه میخوای حرفی بزنی حداقل همونجا بیا بگو من فلانی هم حرفتو بزن، منم جوابتو بدم، بعد تو چی گفتی که میخوای؟ مهسا چند تا آیدی فیک دیگه هم داره، یه کسایی دیگه هم داره، اونا از کجا میدونی؟
شنیدم دیگه دورو و خیلی ها. اصلا زیبا، اصلا گفتنی نیست دیگه، اینقدر یعنی میان از این جنبه میگن. که تنها موردی که شاید تونست راست بگه تو همون لایف چت ما بود، بقیهش دیگه دقیقاً بقیهش دیگه فهمید که نه خیلی هزینه داره، راز نداری. خب شادی، شما صحبتاتو بکن. زیبا، من آشناییم با وحید از زمانی شد که وحید یه استوری گذاشت بابت اینکه بچه ها من میخوام یه کاری رو استارت بزنم، به نظرتون چی کار بکنم؟ من توی دایرکتش پرسیدم زدم که به نظر من زبان ترکیت رو با هزینه کم بهتر کن، بعد به عنوان مترجم یا مدرس مشغول به کار شد. بعد یه استوری دیگه زد که در مورد اینکه خیلی موسیقی رو دوست داره و دلش میخواد اگر کسی در زمینه موسیقی آشنایی چیزی داره به وحید معرفی کنه. خب من پسرم آهنگسازه، من پسرم تازه 19 سالش شده، آهنگساز هستش. بعد به وحید گفتم، یه پیغام دادم، گفتش که گفتم این منظورت از اینکه در رابطه با موسیقی دقیقا چیه؟ گفت من آرزوم اینه که بخونم. گفتم آرزوی تو اینه که بخونی؟ گفت آره. گفتم من پسرم آهنگسازه و با تمام کسایی که در ارتباط هستش به هر حال به نوعی توی موسیقی هستن، تو بیا با پسر من آشنا شو و اگر تونستی کار کن. بعد خب این یه چند بار وحید پیام داد، صداشو فرستاد برای پسر من امیر. بعد شروع کردن، وحید اومد اینجا یه روز تقریبا 2-3 ساعت اینجا بود، وکال گرفتن، ضبط کردن، وحید رفت و اون زمان وحید اصلا نمیتونست پای میکروفون بخونه. حالا به هر حال بعد از چند جلسه که کار کردن و اینا، یه آهنگی به هر حال ساخته شد و قرار بود یه آلبوم بیرون بدن با هم دیگه، که خب حالا به همین یه دونه آهنگ ختم شد. چیزی که من از وحید ناراحتم این هستش که روزی که با مهسا اومدن اینجا، من شرایط مهسا رو واقعیت نمیدونستم. من فقط توی یه از واتساپ که وحید باهاش صحبت کرد، گفتش که این معلم زبان من هستش، بعد قراره به من زبان یاد بده. بعد که خب قطع شد تماسشون اینا، برای من گفت که این با شوهرش مشکل داره، میخواد جدا بشه و از این جور چیزا. و شبی هم که با همسر مهسا اولین صحبت رو، بالا تصویری اگر امکانش باشه. نه باش، خب ادامه بده اینجور. مرسی. بعد روزی که با اولین تماس تلفنی که مهسا با همسرش حالا دعواشون شده بود و همسرش گله داشت که چرا این وقت شب داری با تلفن صحبت میکنی، اینجا من حضور داشتم، من نشسته بودم و وحید پیش ما بود. بعد خب من دیدم صحبتهای اینا رو دیدم و بعد مهسا اومد و بعد از فکر میکنم یکی دو روز، چون یه دو روزی مثل که توی فرودگاه معطل شده بود و نمیتونست بیاد و حتی تو فرودگاه خوابیده بود، و بعد حالا اومد منزل ما و حتی زمانی که وحید میخواست بره مهسا رو بیاره، میخواست اسنپ بگیره، من منزلم مهرشهر هستش زیبا، میخواست بره تا سمت اتوبان امام خمینی که مثلا مهسا رو بیاره، خب هزینه زیاد میشه. بعد به وحید گفتم که وحید با ماشین برو، گفت نه دیگه من نمیتونم و اینا، گفت امانت فلان، گفتم خودم دارم بهت میگم با ماشین برو، ماشین رو بردار و مهسا رو بیار. ماشین رو برداشت و مهسا رو آورد و من و امیرم بیدار بودیم، چای دم کردیم و به هر حال یه مقداری وسایل تا اونجا که حالا بود وسایل پذیرایی رو آماده کردیم و منتظر نشستیم که اینا بیان. بعد که اینا اومدن دیگه خب یه ذره صحبت کردیم و بعد فکر میکنم 6 صبح بود گرفتیم خوابیدیم. بعدم که پا شدیم رفتیم برای نهار که لیلی رو هم زنگ زدیم اومد، و اونجا هم که توی کافه یه لایوی گذاشتیم و فکر میکنم بچه ها همه دیدن. وقتی که از کافه برگشتیم خونه، دوباره خب لیلی پیش ما بود و بعد
تقریبا آخرای شب بود، من دیدم که اینستاگرام من داره برای من پیام میاد. من اینستاگرامم رو باز کردم و دیدم آقای مقدم دارن برای من یه سری چیزایی توی دایرکت میفرستن، یه چیزایی به صورت وایس. من اینا رو باز کردم. من آقای مقدم، بله بله، آقای مقدم رو من از زمانی که سحر رفته بودن منزلشون، مهمونه ایشون بودم، از اون موقع فالو داشتم. بعد تعجب کردم که ایشون برای من در یه سری حالا وایسایی رو میفرستم، بعد اینا پشت سر هم میومد. بعد نگاه کردم دم که بله، در رابطه با مهسا و وحیده که از من خواسته بودن که به اینا اطلاع بدم که پلیس رفته مثل خونه سمیرا و اونجا مشکلی به وجود اومده، اینا تماس بگیرن، هرچه سریعتر با ایشون تماس بگیرن، ببینیم چی کار باید بکنیم مشکل ایشون حل بشه. که من همون موقع وحید و مهسا تو اتاق خواب من بودن، در رو هم بسته بودن و داشتن با هم صحبت میکردن. بعد دیدم مهسا مضطرب اومد بیرون و گفتش که وای چه خاکی تو سرم شد و فلان، و گفتم مهسا چی شده؟ گفتش که هیچی. پاشدم به لیلی گفتم که خب اینا رو برم بهشون بگم، الان این وایس هایی که برای من اومده برم بهشون بگم. لیلی گفتش که خب میخوای بگی. رفتم که بگم، گفتش که دیدم مثل که خودشون دارن صحبت میکنن. گفتم خب پس در جریان قرار گرفتم. بعد من تا اومدم صحبت بکنم، دیدم مهسا میگه که نه به وحید استرس ندین. و من تنها جمله‌ای که به مهسا گفتم، گفتم مهسا خودتو تو دردسر ننداز، اگرم میخوای از رابطه بیای بیرون قشنگ بیا بیرون، مراقب باش چی کار داری میکنی، آخه الان جریان چیه، ما اصلا نمیدونیم جریان. گفت نه حل میشه شادی جان، حل میشه، وحید رو تو استرس نندازین و اینا. بعد جالب اینه که یعنی زیبا من یه لحظه جایی که گفت وای خاک به سرم نمیدونم فلان، یعنی سعید شوهرش نمیدونستش که این هنوز ایرانه؟ یعنی چرا گفت خاک به سرم؟ فکر میکنم از همین چیزی که پلیس رفته بود و یا همین وایسا و اینا، مثل که برای خودشون هم رفته بود. چون زمانی که من برگشتم پای سرش بیام تو اتاق که بهش بگم که این وایسا برای من اومده، مهسا گفته، دیدم دارن صحبت میکنن خودشون، وحید داشت صحبت میکرد که آره نه ما میدونیم حالا باید چی کار بکنیم، منظور چیه. من فهمیدم خب دارن صحبت میکنن. و اینکه بعد که با این گذشت، بعد یه روز دوباره من یه چیزی دریافت کردم از آقای مقدم که مثل که خانومی، البته من شناختی رویشون ندارم، خانومی به اسم مانا داره لوکیشن خونه تو رو پخش میکنه همه جا. بعد من گفتم اصلا ایشون رو نمیشنم، خونه من تو رو یعنی من که مهشه هستم، بله داره پخش میکنه همه جا و خواستم فقط در جریان قرار بگیری تا جلوی یه سری مسائلی که خدای نکرده پیش میاد و بگیری. بعد یه اسکرین هم برای من فرستادن از پیج ایشون، من رفتم و پیج ایشون رو خب زدم پیدا کردم، دیدم آدرس کافه‌ای که ما با بچه ها جمع می شدیم اونجا و حالا لایو می زاشتیم، یا مثلا اول قرارمون که اصلا اونجا با دیبا و لیلی و اینا هممون رفته بودیم، آدرس اون کافه رو ایشون به صورت آدرس مخفیگاه روی این به حالت پین کردم مثلا. بعد گفتم نه این لوکیشن منزل من نیست. بعد گفتن خواستم بهت اطلاع بدن، گفتن نه خب نیست، ممنونم از اطلاع رسانیتون ولی نیست. یعنی حرفای من و ایشون در همین حد بود. حالا زمانی که وحید رفته با لیلی شمال که حالا مهسا هم اونجا بوده، وقتی که من از به لیلی وقتی از شمال اومدن زنگ زدم، گفتم لیلی مهسا هم باهاتون بود؟ گفتش که نه، زمانی که من رسیدم اونجا کسی نبود.
خب زیبا، وقتی که یک ما داریم لایو رو میبینیم، میبینیم بالاخره متوجه میشیم دیگه، مثلا دود سیگار این ور داره میاد، لیلی اون ور نشسته، وحید وسط نشسته. خب من هیچی نگفتم، گفتم باش حالا شاید بنا به دلایلی نمیخواد اصلا به من بگه که مثلا مهسا هم بوده، مهمم نیست اصلا، برای من واقعا مهم نیست. بعد خب یه لحظه لیلی اومد یه روز لیلی باشد. یه همچین صحبتی رو تو کردی؟ یعنی مهسا اونجا بود و تو گفتی که نه نیستش؟ خب به من گفته بودن نگو دیگه، گفتن شادی به مقدم احتمالا خبر میده، تو نگو. آها پس خب مرسی، ادامه بده شاد. بعد من اصلا برام مهم نبود واقعیت، چون من برام مهم بود که مهسا و وحید اینجا نباشن، توی خونه من نباشن دیگه، اینکه کجا باشن زیاد برام مهم نبود. بعد لیلی یه روز اومد منزل ما و گفتش که یه مطلبی هست منو داره اذیت میکنه و میخوام به تو بگم. گفتم که چیه؟ گفتش که من رفتم مهسا اونجا بود. گفتم خب من اینو متوجه شدم، اصلا چیزی نبود که بتونی کتمان کنی، من متوجه شدم که مهسا اونجا بود. بعد گفتش که وحید برگشته گفته که اصلا شادی نباید بفهمه، حتی من به وحید گفتم من با شادی و امیر بیام، چون که شبم میخوام تو رو باشم، به هر حال این دوتا با من باشم، من خیالم راحت تره، به هر حال جاده است و اینا. گفته نه نه اصلا شادی نیاد، چون شادی با مجید مقدم در ارتباطه و امکان داره که درس کنه ازش مسائل ما و برای ما خوب نیست. من واقعا اینجا برای وحید متاسف شدم، گفتم که لیلی ایشون یک ماه خوردهی توی منزل ما بود، به هر حال آهنگ خوند، آهنگ پخش شد، همه اینا، حالا نمیگیم هزینش، اصلا اینا رو نمیخوام بگم، همین که شما به هر حال توی منزل ما بودی و ما اینقدر به تو اعتماد داشتیم، هنوز هم داریم، نگفتیم به تو بی‌اعتماد شدیم، تو چطور انقدر؟ بعد من چه ارتباط خاصی با آقای مقدم داشتم؟ با آقای مقدم خودشون هستن دیگه، شما میتونی ازشون بپرسی. اگر ایشون بعد از این همه وقتی که من فالوشون دارم، البته من پستاشون رو لایک نمی کردم، استوریا رو گهگاه می دیدم، حتی یه روز به من گفتن که ممنونم از این که استوریای منو می بینی و پستامو لایک نمی کنی. گفتم که چشم، لایک می کنم. بله در این حد گفتم خب آقای مقدم خودشون هستن، شما میتونی ازشون بپرسین که آیا با من ارتباطی داشتن، صحبتی داشتن، حرفی زدن، حتی اون شب به خاطر نگرانی از اوضاع شما، حالا علی ظاهر بود یا واقعیت بود، این رو خودشون میتونن بگن. ایشون شماره تلفنشون رو هم برای من فرستادن، اما من به ایشون نه تماسی داشتم تا به الان و نه حتی با ایشون دیگه تو دایرکت یا هر جا حرفی زدم. چطور تو انقدر راحت میای به من میگی که؟ بعد دیدم که نه، موضوع فراتر از ایناست. مهسا گفته که میدونی چه لیلی جون، شادی به وحید حس داشته. بعد به خاطر اینکه این حس رو داشته نتونسته تحمل بکنه که من اومدم. این دیگه خیلی برای من سنگین تموم شد، چون که گفتم خب ببین من یه آدمی هستم که میگه بله لیلی که فقط لیلی اینجاست دیگه، مهسا اینو به تو می مهسا زمانی که اینا با هم دیگه اومدن اینجا، گفتن ببین رفتارای شادی رو دقت کردی؟ وحید رو دک کرد، به محض اینکه من اومدم وحید رو دک کرد، مگه من با وحید چیکار کردم؟ و خلاصه این حرفا، گفتش که من احساس میکنم که به وحید حس داشته. بعد وحید هم در جواب گفتش که نه، اگر حس داشت این همه مدت با هم بودیم به من میگفت، نه این میخواست بپیچونه فقط. خب ادامه بده شادی. زیبا اصلا دلیل این که
وحید وقتی که اینجا میشست یعنی صحبت میکرد میگفتش که من روابطم فراجنسیتیه، یعنی اصلا به جنسیت آدم ها توجهی ندارم و خب واقعا هم همینطور بود، نباید آدم انصاف رو بذاری زیر پا. نه واقعا زمانی که پیش ما بود، یعنی شاید اگه به جای وحید مثلا چی مثلا سحرم اگه بود همین حالت بود، اگه میومد با پسر من مثلا میخواست یه موسیقی کار بکنه یا یه آهنگی ضبط کنه در همین حد، واقعا هیچ چیز خاصی نبود، هیچ چیز خاصی نبود، یه دوستی خیلی معمولی، خیلی حالا معمولی. تو از این مسئله ناراحت شدی که وحید گفته که خب این چون با وجید مقدم ارتباط داشت شادی اصلا نیاد و نفهمن که شادی نیاد و شادی قابل اعتماد نیست زیبا، به صورتی که مقداری از لباس‌های وحید و مهسا منزل ما جا مونده و من پاور پسرم امیر دست وحید مونده، الان من میخوام این دوتا چیز رو جا به جا بکنم، خودم حس میکنم یعنی وحید انگار که جرأت اینو نداره که بیاد، من نمیدونم از چی میترسه، جرأت اینو نداره که بیاد آقا این لباساتونو بگید اون پاور رو بده به همین سادگی. من به من گفته که یه جای اگه خواستی قرار بذاریم، الان گفتم باشه، یه جا هر جا تو بگی، هر جا تو بگی من میام این لباسا رو بهت بدم و اون پاور رو ازت بگیرم. این همه بی اعتمادی از سمت وحید به خاطر این که آقای مجید مقدم به من دایرکت به خاطر مسائل ایشون 4 تا وایس فرستاده، حالا داره میگه که این با فلانی در ارتباطه و از اون بر مهسا به خاطر یک سری مسائلی که من اینجا دیدم و خواستم که از اینجا برن و نخواستم دیگه اینجا باشن. الان اینو میگه که حالا خیلی نمیخوام راجبش صحبت کنم زیبا، به هر حال اصلا برام خوشایند نبود. ببین زیبا، ما اینجا داریم زندگی میکنیم، خب هر چقدر هم که ما بخوایم فکر کنیم که مثلا میشه، ببین مهسا به هر حال از نظر من یک خانوم متأهله، حالا ایشون اومده بود اینجا، خب یه سری مسائلی هم مطرح شد در موردش و من دوست داشتم اون مسائل، اصلا این فکر میکنم این حق رو دارم، دلم نمیخواست اون مسائل توی مثلا خونه من مطرح بشه یا تو خونه تا انجام بشه. خب اینجا من تو خونه مطرح جان، خب بگو صحبت تموم بشه بعد. آره من به خاطر اینکه اصلا دلم نمیخواست یه سری مسائلی که حالا مختص شاید افراد بزرگسال، من پسرم هم الان سن قانونیه، ولی به هر حال افرادی که شاید خودشون بدونن، من الان هر کاری بکنم تبعاتشو خودم میپذیرم دیگه، به هر حال دلم نمیخواست اون مسائل به اون شکل باز بشه و تو خونه ما راجع بهش مطرح بشه و یه سفری هم من داشتم، باید اون سفر رو میرفتم و وحید فکر من دارم ایشون رو میپیچونم، نهایتا با حالت قهر از اینجا رفت، اونم مهم نیست برای من، واقعیتش هم بعدش هم مهم نبود که اصلا کجا میرن و چی کار میکنن، ولی این که گفته بشه که من به وحید حس داشتم و به خاطر این نتونستم تحمل کنم، نه این نبوده، و اینکه من با کسی الان چت بکنم یا بخوام آمار اینا رو بدم اونم نبوده، چون حتی من شماره همسر مهسا رو هم داشتم همون زمانی که داشتن با هم صحبت میکردن. خب اینا نمیگفتن ما راز نداریم، ما داریم مسیر صداقت رو میریم، خب دیگه خب این مسائل زیبا یه چیزی میخوام بهت بگم، یه چیزی میخوام بهت بگم، افرادی که دارن تو رو نگاه میکنن یا افرادی که به تو نزدیکتر هستن، استنباط من اینه، امیدوارم اشتباه باشه، ولی هر کی
یه تیکه که به نفع خودشه بر میداره و میگه که اینطوری، یعنی تو یه مجموعه از چیزها رو داری میگی، شاید من از اون مجموعه که تو میگی از 100 تاش مثلا 85 تاشو قبول دارم، خب ولی میبینم کسانی که به تو نزدیکتر هستن انگار که هر کی اومده یه تیکه که به نفع خودشه برمیداره و نه. ما در مورد مشخص صحبت کن، منظورت وحیده؟ خب من مشخصا با وحید، آره دیگه با وحید برخورد داشتم. خب. بعد صحبتایی که در رابطه با این که من از زیبا خیلی چیزا یاد گرفتم، من نمیدونم این مسئله رازنداری، صداقت، نمیدونم فلان، اینجور مسائلی که این عنوان میکرد، تو خودت زیبا ببین همیشه در مورد تو، زیبا در مورد تو وجدانن هر دفعه تعریف تو رو میکنه و میگه که زیبا زندگی من رو عوض کرده، اینو بارها گفته. نه ببین من تعریف الان نمیخوام، اون چیزی که خود طرف رو میگم، اون چیزی که حالا این که من الان هر چیزی در مورد من گفته اینا، این مسائل حرفه، ولی اون چیزی که طرف، اون آموزه‌ای که یاد گرفته در زندگی واقعی خودش نشون بده، اون مسئله هست. این که خب به نظر خودت داره نشون میده زیبا، الان وحید یک ماه خورده ای توی خونه ما بود دیگه، خب الان که شک داره به من، اصلا دیگه ما مورد اعتمادش نیستیم الان. ما خب وحید همه چی ما رو داره، یعنی لوکیشن منو داره، نمیدونم همه چی میدونه در مورد ما دیگه، ولی آیا ما الان میدونیم وحید دقیقا کجاست؟ پس رازداری به نفع خودش داره میکنه. خب اون البته که از نظر تحلیل در مورد وحید رو بزنیم کنار، اون مسائلی که تو الان در رابطه با وحید میخواستی مطرح کنی ایناست که لیلی گفتش تو هم حرفایی رو داری دیگه. چه صحبتایی داری بگو دیگه؟ همین زیبا همین خیلی خوب. بله. ناراحتی مشخصی که داری از وحید، یکی اینه که خب به تو در این رابطه هایی همچین صحبتی کرده، اعتماد نداره الان بهت و بله دیگه دروغایی بهت گفته. زیبا ببین انقدر راحت نباید چیزی رو که اگر دیدی بیا بگو، رو حدس و گمان. قبلا هم خب یکی از دوستان اومد که چرا این از تو ناراحته. خب من از این ناراحتم زیبا، از این ناراحتم که چرا بدون اینکه بدونه میگه من با فلانی در ارتباطم، پس آدم خطرناکی میتونم باشم. و اینکه وقتی که مهسا خودش، خب من دلم نمیخواست تو توی منزل من باشی مهسا، واقعیت اگرم الان توی لایو چت هست، من بخواد بنا به دلایلی که خودت هم میدونی دلم نمیخواست اینجا باشی. حالا الان عنوان میشه که من طاقت نداشتم مهسا اینجا باشه چون به وحید حس داشتم، خواستم این شوهرم واقعا دیگه گفتی نیستش، گفتی یه همچین حسی اینا. نداشت. آره خب آره میخوام دیگه واقعا این دیگه تکرار نشه زیبا. خب این تصورش خب میتونه داشته باشه، ذهنیتش دیگه بذار بگه داشت. شما الان بگی که مثلا فرض کن من عاشق نمیدونم فلان کسی، خب تصورش مطرح کرد، خب باشه تصور، ذهنیت خودت به خودت تعلق داره، ولی این مسئله در رابطه با تو واقعیت نداره، اون چیزی که داری میگی. بله. من اینجا توی رابطه لیلی که با تو اینقدر رابطه صمیمانه داشت، من تعجب میکنم که اونجا وقتی که اونا ازش خواستن که محض نگه که مهسا اینجاست، این خیلی راحت به تو دروغ گفته. اینم برای من یه مقدار زیر سوال میبره، اینکه در واقع اونا رو ترجیح داده به اینکه، حتی دروغ گفتن رو ترجیح داده به اینکه یه واقعیت رو به دوست خودش که نزدیکش هم هست و دوستش هم داره اینو بگه. اینم که خب لیلی جای تأسف داره که هم مطمئنن که این کارو کردی، جای دیگه هم کسی که یه بار این کارو بکنه دروغای دیگه هم داره. بعدم که نتونیست با صراحت حرف کویتو بزنی، میگه هی اصرار، هی اصرار، هی اصرار، و
بگی که من نمیگم یه تکرار نکنی، نشون میده که خب در واقع اونا به تو دامیننت هستن دیگه، نمیتونی حتی روی خواسته خودت باشی، بگی من وقتی میگم یک بار گفتم نمیخوام، تمام نمیخوام تکرار کنم. من فکر میکنم اینجا خودت هم یه تمایلی داشتی که مثلا به هر حال بری دیگه، و حالا عنوان میکنم من با اجازه میدی من یه چیز دیگه اضافه کنم. این که من دقیقا این که من خب کمروم تو این مسائل، آره این واقعا تو وجود من هست، شایدم ضعف، شاید که نه 100% ضعف خیلی بزرگه، ولی اینکه شما ببینی طرف مقابلت مثل اینکه مثلا میگی در دیزی بازده حیای گربه کجا رفت، من وقتی میگم مهسا من نمیتونم شما رو بپذیرم، چرا وحید مهسا رو میندازه جلو؟ وحید چرا میاد میگه که مهسا اصرار نکن، ولی از این ور دست مهسا رو نمیگیره از اینجا بره یه خونه بگیره، تو میخوای با مهسا باشی؟ اینو من براش چند بار گفتم، میخواین با هم باشین برین یه خونه بگیرین حتی. خب به هر حال اینا الان کاریه که الان داری میکنی، خوبه برای خودت هم تجربه شد که با قاطعیت با صراحت حرفتو بزنی، و اینکه حتی ما در همین کوچکترین مسائل و من نمیخوام، من اینو نمیخوام، نمیخوام این مسئله باشه، نمیخوام تکرار بکنی، یا اینکه تو از من میخوای که من نگم، نه من میگم، و وقتی مثلا یه همچین موردهای پیش نمیاد دیگه. زیبا این شعار وحید شعار من که نبوده، شما درست میفرمایید، این به من این انتقاد به من وارده، ولی شما الان داره اونجا برگشته میگه که تو گفتی که به من گفتن که نگم، خب خودت چی؟ زیبا وحید زمانی که برگردی بگی که من جواب نمیدم، مثل الان من سوال کردم تو گفتی من نمیتونم این مسئله رو مطرح کنم، خب ولی حداقل اگر خواستیم یه مسئله رو مطرح نکنی دروغ نگفتی تو این رابطه، ولی اونجا برگشتی گفتی به من گفتن که تو لایف چت هست دیگه که نگم، خب خودت چی؟ این تجربه بشه، آیا دیگران هم مثلا بهت بگن که دروغ بگو تو میگی؟ این شعار وحید شعار من که نبود. زیبا مسئله وحید، مسئله وحید، من به یه همچین داستانهایی میگم بوی خون میده، ما تو خانوادهمون بحث ناموس که پیش میاد بوی خون میده، میری شرکت میکنی خب تو این رابطه؟ صبر کن یه سحر یه سوال کرد از من تو پی بی باشه، خب تو این رابطه یه سوال کردی، خب حالا میخوای ادامه بدی ادامه بده به همین روش خودت که نمیدونم بوی خون نیاد بوی خون نیاد، طرف شادی میخواست چیکار بکنه بوی خون بده یا نده؟ به شادی داشته دروغ میگفتی؟ نه نه بحث شادی نبود، بحث بوده ابردین و اسکاتلند و انگلیس که نمیتونست همون لحظه بیاد که توجیه نکند، در هر حال میخوای ادامه بدی ادامه بده این روشت رو، من خواستم نظر خودمو بگم. مورد دیگه ای که الان هستش اگر چیز هست عنوان بشه در همین زمینه، در غیر این صورت لایو چت رو ببندیم دیگه، از چیز گذشت. خب صحبت دیگه کیه؟ زیبا، زیبا من دیبا هم، شب همگی بخیر. من میتونم دو تا کلمه صحبت کنم؟ این رابطه اگر هست بگو، تو این رابطه دقیقا تو همین رابطه است و رابطه هست اینجوری گره خورده به رابطه قدیم ما. من لیلی و شادی رو بسیار بسیار دوست دارم، خودشون هم میدونن، ولی شادی یه مسئله هستش که من اصلا کاری به مهسا، رابطه مهسا و وحید ندارم، دل خونی هم از وحید دارم، ولی دقیقا الان من مسئله پیش اومده که شما فکر کردین که همون جوری که دیبا رو دکش کردین، چون میدونستین که یه ارتباطی بین من و وحید داره شکل میگیره و وحید به من علاقه من شده بود، لیلی هستی تو الان میتونی بگیاره یا نه، که به من میگفتی سن و سال مطرح نیست، وحید تو رو دوست داره، شما میتونی با هم خوشبخت بشین، چرا که نه، گوشه زندگی تو میگیره، تو فلان میکنی، اینا با هم باشین.
که من میگفتم که نه آخه وحید من کوچیکتره و خودت منو تشویق میکردی به این قضیه، ولی شادی ریاکشن نشون داد. دقیقا حرفی که من زدم مهسا همین حرف رو زده. آره شادی به وحید نامحسوس علاقه من بود، چون ریاکشن نشون میده از ارتباط من وحیدم، ریاکشن نشون میداد، یعنی خوشحال نبود، پشت من به وحید میزد. من و وحید الان رابطه بد نداریم، دوباره رفاقتمون پابرجا هستش، ولی تو اومدی لایف گذاشتی با وحید و چقدر چرندیات پشت من گفتی. به نظر من که الان کارمای همون قضیه است. الانم از مهسا، من کاری به عمل مهسا ندارم، مهسا کار بسیار اشتباهی کرده، حالا وحیدم در هر صورت واقعا دلشو باخته نمیدونم، ولی الان قضیه به اینجا کشیده شده، الان دنبال چی هستی؟ من لوکیشن خونتم به مجید ندادم، من آدرس خونتو به وحید به مجید دادم، من لوکیشن به مجید ندادم. حرفی که بزنم و میگم زدم. الان مشکل چیه؟ سر چیه؟ سر مهسا، سر وحیده؟ چرا دست فرد نمیدارین از سر این دوتا؟ خب سر اوزن گردی با صحبتتو کردی، شد شکایت من اون وقتا که شما افتادین بسر؟ نه 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 دیبا، نگاه کن دیبا، در رابطه با این که دست فرد داشتن این توصیه ها رو نمیخواد بکنی، اینا فرصت خواستن که حرفای دل خودشون رو بزنن، زدن. حالا تو میخوای بگی که دست بردار، بس ندار، نمیخواد اینجا نقش نصیحت کننده رو نداشته باش. تمام. خب شما چیز این خیلی مثل دو تا فردی که این دو نفر گفتم ما میخوایم یه حرفایی داریم بزنیم، وقت گرفتم. مگه تو وقت نگرفته بودی حرف بزنی؟ حالا شد دست بر ندار، دست برداشتن، دست بر نداشتن. خب آقای مجید بفرما، در همین زمینه هایی که لیلی و شادی صحبت کردم. ممنون که مایک منو باز کردی زیبا. من همین الان خواستم توی صحبت های دیبا بگم که خود گفتی همون روزی که تو شکایت کردی بابت کارت ما آدرس و لوکیشن زیبا و لایف چت رو بهت دادیم، امروز هم برای دو نفر دیگه مشکل به وجود اومده و دوست دارن حرفشون رو بگن و هیچ جایی هم به غیر از اینجا همتر نمیدونن گفتن. حالا امیدوارم که اینو درک بکنی از اون احساسی که داری بیای پایین دیبا. در رابطه با لیلی و شادی، شادی گفتش که من پیام دادم بهش، این پیام ها رو اسکرین شات هاشو گرفتیم روز اول توی کانال سابقه شو گذاشتی زیبا. اون موقعی بود که وحید سعید زمان شب اول بالای 10-20 بار به من زنگ زد گفت زن من رفته تو بردی، گفتم و من نبردم، که بعدن ما فهمیدیم که پلیس برده در خونه سمیرا اینا. اون پیامایی که شادی گفت من دادم بهش وایس دادم مربوط به شب اولی بود که مهسا اومده بود و از تماس‌های آره. سعید مشخص. من با وحید با سمیرا خواستی که مشخص بشه که به عنوان که کسی که گم شده هست، که بعد عنوان کردی تو صحبتشون هم مشخص بود. آره دیگه، خود سعید هم به من زنگ زد 10-20 بار، 10-12 بار خود سعید همون شب به من زنگ زد. خب یه سوال دارم اینجا مجید، اون موقع سعید یعنی نمیدونستش که مهسا رفته ایران؟ به من گفت اومده لندن پاسپورتشو درست بکنه، عوض بکنه، یه چنین چیزی تو گولش زدی. آها. از لندن کشوندیش ایران، گفتم اصلا پیش من نیست. اینا خب. اصلا لایف یعنی اونو نمیدونست. خب اینجا من با وحید تماس گرفتم 3-4 بار، وحید جواب نداد، من مجبور شدم به شادی بگم، گفتم شادی یه تماس بگو وحید با من بگیره، 3-4 تا پیام دادم، دیدم شادی فقط گوش میکنه چیزی نمیگه. آخرش گفتم بابا داستان اینه، شکایت سعید تماس گرفته، بگو وحید زنگ میزنه، که اینو گفتم وحید دیگه با من زنگ زد که مکالمش هم باز وایسش سابقش توی کانال شما هست. خیلی خوب. من به اندازه 30 ثانیه یه صحبت شخصی اگه اجازه بدی بکنم. در چه رابطه؟ در رابطه با صحبت محسن علوی که گفت دوتا خانوم ناشناس پیام دادن. من الان دارم اینجا این 380-90 تا رو نگاه میکنم، یکی در میون، دوتا در میون، سه تا در میون، همشون با من چت داشتن، مکالمه صوتی داشتن. اگر
حرف نابجایی اگر در وسط نمیدونم مدل اخاذی صحبت‌های جنسی هر چیزی دارین الان بگین، میدونی داستان نشه مثل لیلی بگین ما تو رو در گفتم اگر اونام که هستن باید علنا خودشون رو حرف بزنن، وگرنه ما افرادی که نامشخص باشن طرف بگه که نمیدونم حرفی زده نمیدونم خودش هم فیک باشه ما نمیتونیم حرفش رو بپذیریم. خب عزیزم آره دیگه باشد. همین بعدش هم یه تماس دیگرم من پری شب با لیلی داشتم، یعنی با لیلی که صحبت کردم من آدرس باز لایف چت رو دادم، گفتم بهترین جا که تو میتونی صحبتاتو بکنی پیش زیباس لایف چت، که حالا خود لیلی میدونه دیگه من دیگه صحبتی نه با شادی داشتم نه با لیلی داشتم نه اینا در حق وحید به من خیانت کردن که بگن تو بیا تیم ما شو نمیدونم وحید رو اذیت کن، هیچ کدوم، یعنی اینا همش افکار اون باطل وحیده که حالا برای رادر رو برای خودش گذاشته نسبت به شادی منو، مثلا شاید خواسته منو یا شادی رو نمیم، یا این یه بهانه بوده دیگه. حالا شادی گفت من به من گفتن که تو تحمل مهسا رو نداشتی، من به جد میخوام بگی که آره واقعا تحمل این مهسا رو شادی تو نداشتی که ردشون کردی، لیلی تو تحمل این زن رو نداشتی که ردشون کردی. یعنی ببینید من یه چیزی بهتون بگم، شما خیلی از زیر بار صحبتای جنسی که با چشمتون دیدین حستون شنیده در رفت و نگفتین، یه جوری نشه که فردا این صحبت ها بر علیه خودتون استفاده بشه. یعنی اگر واقعیتی رو دیدین اون مسئله آزارتون داده، خونه شما شکل مکان و اتاق خواب رو برای این دو نفر پیدا کرده، اینو الان لازم نیست بازش کنی ولی تیک بزنید جلوش که این ثبت بشه بمونه فردا بر علیه خودتون استفاده نشه. ممنون زیبا که وقت دی، خداحافظ. خوبه بچه ها مرسی که صحبت کردیم. یه حرف بزنم؟ بگو. من میخواستم در جواب دیبا بگم ما اینجا یه فکر نمیکنم هیچ کدوم دشمن هم باشیم، اون زمانم شما اومدی یه سری صحبت در مورد من کردی، من سکوت کردم، حتی زیبا با خود شما من صحبت کردم، شما گفتی که دیبا تو رو دوست داره و دوست داره مجدد با تو دوستی داشته باشه و من سکوت کردم. الانم شما آدرس من رو، اولا که این کارت، شما ادعا میکنی که پسرت وکیله، خب میدونی که حق این کار رو نداری، ولی حالا به آقای مقدم دادی، از نظر من هیچ مشکلی نیست، من فکر نمیکنم اینجا هیچ کدوممون دشمن اون یکی باشیم که اگه آدرس منو شما به کسی بدی من بخوام بترسم. هم مرسی. خب نه خوبم برخورد کردید. یه صحبتی دیگه هم زیبا من بکنم، من یه تماسی روزی که هشگرد بودم با لیلی گرفتم، وحید به شما گفته بود مجید با لیلی بد صحبت کرده، من اون مکالمه با لیلی رو ضبط نکردم، حالا خواستم ببینم اگر لیلی من اون شبی که دنبال وحید اومدم جز احترام جز با آرامش صحبت کردن چیز دیگه ای گفتم، بی شخصیتی فوشی نمیدونم بدی چیزی صحبت کردم، الان ممکنه یه جوابی به من بدی تو؟ ممنون. تو صحبتش که مطرح کرد هیچ اشاره‌ای به این مسئله نکرد که تو اهانتی کرد. من اصلا همچین حرفی نزدم، وحید خودش به من گفتش که نمیدونم حدس من اینه، چون خودشون میخواستن از مجید مقدم شکایت کنن، به من گفتن که چرا اومده در خونت، میتونی بری شکایت کنی، اینم میاد رو پروندش. منم گفتم منو داخل این ماجراها نکن. اینو خب جوابت اینه که نه مجید مقدم تو رو تهدید کرده نه به تو بی احترامی کرده، فقط اومده گفته که اتفاقا تو صحبتاتم گفتی که اگر از من فقط یه سوال کرد، گفت اگر وحید اونجاست بیا پایین، همونطورم دستش رو تو دستت میذارم و نمیدونم. من تو صحبت تو لایف چت حرف ناخوشایندی از تو نسبت به مجید مقدم نشنیدم قبل از این که حتی ایشونم بیاد، پس جوابشونم ایشون گرفته. خب یه موضوع دیگه درباره یه ماشین مهسا هست، اگر میخوای که اینجا ضبط بشه اونم بگم براتون. بگو. یه ماشین مهسا که لیلی ازش اسپورت توی ایران هستش، عرضم به حضور شما این ماشین یه پژو 206 سفید رنگه،
و زمانی که مهسا اینا دبی زندگی میکردن توی سفری که به ایران داشتن، سعید اینو خریداری میکنه. به چه شکل خریداری میکنه؟ این که مهسا میگه من یه دوست دارم میتونیم از اون بخریم. دوست پسرش بوده. به دوست پسره میگن، یه 206 پیدا میکنه و سعید پولشو میده و مدارک شناسنامه خودشو میده، فوتوکوپی کارت ملی و نمیدونم شناسنامه، که وکالتش بخوره به نام سعید. بعد از اینکه تسویه حساب میکنن، چون مهسا با اون آقا پسر رابطه داشته، میره مدارک سعید رو میگیره، مدارک خودش رو جاش میده و اون ماشین وکالتش به نام مهسا میخوره. تا یک سال پیش هم سعید نمیدونست که این ماشین به نام خودش نیست، به نام مهساست، و یه بارم خواست به من بفروشتش. تا لحظه ای که من ماشین رو تحویل بخوام بگیرم پیش رفتیم، یعنی شماره مهدی کبریایی رو به من داد، شماره منو به مهدی کبریایی داد و گفت تو میخری؟ گفتم آره میخرم. گفت سندش چی؟ گفتم که مهم نیست، سندش بمونه، من این ماشین رو همیشه یه ماشین زیر پام دارم، اینو میذارم زیر پام، خرید و فروشش نمی کنم تا تو بیای ایران وکالتش رو بزنی. لحظه آخر پشیمون شد، گفتش که نه نمیدونم، حالا فعلا بمونه، ماشین میگن دارن گرون میشه. گفتم آره داره گرون میشه، مونده. اون ماشینم داستانش اینه. ماجی اون دوست پسرش اسمش چی بود؟ به من نمیدونم، فقط اینجور که تعریف کرد، گفت دوست من بوده، من از طریق اون ماشین رو خریدم، آشنام بوده، که بعدن اون مدارک سعید زمان رو گرفتم، مدارک خودم رو دادم برای سند. خب مگه میشه مدارک؟ آره چنین چیزی میشه. آره آره، چون میخوام به نام بزنن دیگه. ببین وقتی شما بخوای بفروشی، ملزم به اینه که حتما صاحب سند باشه، ولی وقتی میخوای بخری، میخوای مدارک بدی به نام یکی دیگه بزنه دیگه، زیاد داستان نیست که به نام کی میخواد بزنه. حالا اینو مجی سعید زمان از کجا فهمید که به اسم خودش نیست؟ فکر کنم بعد از این که داداشش یک بار این ماشین تو پارکینگ مادر شوهر مهسا پارک بود و داداش سعید یه بار ماشین رو روشن میکنه، میبره بیرون و نمیدونم چه اتفاقی به خاطر جریمه میفته، جریمه روی شماره مهسا میاد و میفهمن که داستان اینه. که خب بعد برخورد این داستان رو کی برای تو تعریف کرد؟ چی شد؟ صدات رفت؟ خب صداش رفت. مرسی بچه ها، ممنون که تا اینجا بودید. و بعد دیگه ممنون از لیلی و شادی. منم شنیده بودم جریان ماشین، ولی نه با این جزئیات، فقط این به این صورت که سمیرا به من گفته بود یه ماشینی مهسا ایران داره که با یه کلکی به اسم خودش کرد. دیگه من نمیدونستم حالا چی بوده اون جریان، که ولی اینو مثلا یه گنگ شنیده بودم که یه کلکی توی این ماشینه بوده که برای مهسا شده. خب مجید صداش باز شد، مثل اینکه یالو دوباره باز رفت. میبا میتونم یه چیزی بگم؟ بگو زیبا. من اگر چیزی نگفتم، اولا که یه لایف چتی چند روز پیش، چند وقت پیش توی گروه وحید گذاشتم، وحید اومده بود اینجا با مهسا که وسایل هاش رو بستم. نه فکر کنم مایک زیباست. نه بگو، صدا الان نمیپیچه، بگو. چند وقت پیش وحید و مهسا اومدن اینجا، قرار شد یه لایف چت بذاره توی گروه خودش و صحبت کنه، بگه هر که هر ناراحتی از من داره بگه. این لایف چت رو گذاشت، با شادی لایف چت گذاشت، یه سری صحبت ها رو شادی کرد. به هر صورت هر چی که بود، من دلیل این که این وسط شدم چوب دو سر نجس، به خاطر این که من اومدم ماجرای حرفایی که زده بودن راجب شادی، چرا؟ چون که وحید گفته بود که
شادی با مجید مقدم در ارتباط، ممکنه ما رو لو بده، جریان شما لو نگو. من اومدم به شادی گفتم شادی جان اگر سفر نتونستم تو رو ببرم، وگرنه من خودم پیشنهادش رو دادم، من تنها نمیخواستم برم تو جاده، دلیلش این بود. و این قضیه به محض اینکه مطرح شد، وحید و مهسا گفتن آره تو نمیدونی الان این حرف رو زدی، این داستان رو گفتی، برای ما مشکل پیش میاد، اینجا ایرانه، نمیدونم دو نفر اگه دست همو بگیرن حتی حالا قانون بهشون گیر میده و اینا، این نباید اینو میگفتی فلان. وحید هم همینطور، وحید البته خیلی کمتر، ریاکشنش خیلی کمتر بود، چون قبلش میگفت لایف چت بذاریم هر کی ناراحتی داره بگه. گفتم وحید اگر ناراحتیشونو بگن این مسئله مطرح بشه، خب یه چیزایی رو بشه چی؟ گفت نه چی میخواد رو بشه، هر چی میخواد بشه، من پای همه چیزش وایستادم. من وقتی کنار مهسا قرار گرفتم همونقدر کنارش هستم، پشتشم دارم، پای همه چیزم وایستادم. حالا آقای وحید توی لایوش دقیقا دو سه شب پیش، به محض این که من اومدم حرف زدم، فقط یک کلمه، هیچ چی نگفتم، یک کلمه گفتم خانم مونا موسوی کیه، چون میدونستم محساس، گفتم مونا موسوی کیه که داره هی یک سر تهدید میکنه. بعد لایو بست. اومدم به وحید پیام دادم، پیامش هم حتی برای شما گفتم. وحید گفت ما دشمن نیستیم لیلی، زنگ بزن با هم صحبت کنیم. گفتم دیگه چه صحبتی، شما حرفی که نباید میزدی تو لایوت زدی، من هیچی نگفته بودم، اصلا وانستادی حرفای منو گوش بدی، من چی میخواستم بگم؟ لایو تو بستی با اون مدل اون برخورد، خب من خیلی حالم بد شد. دوباره بهش پیام دادم، گفتم وحید حالا نمیدونم کارم درست بود یا نه، ولی با اون جمله شاید آرامش میگرفتم. گفتم حداقل بیا بگو من و مهسا اشتباه کردیم، این برخورد رو با تو کردیم، تو حقت نبود، حداقل این رفتار با تو حقت تو نبود، تو تا جایی که میتونستی کنار ما بودی، هوامونو داشتی. خواستم فقط همینو بگم، بگم وحید بی نهایت بی چشم روه. آها خب اینم که گفتی، مرسی مجید. این داستانی که در رابطه با ماشین برای شما تعریف کردی. این صدای کیه؟ صدای من الان میاد. آره بگو این از کجا بوده، از پیش میدی؟ من داشتم تعریف میکردم، نت من پرید، ولی من تا آخرش گفتم، دوباره میگم. ببینید ماشینو مخفیانه به طور پنهانی مدارک خودش رو میده، به نام خودش میکنه، بعد ماشین سعید به خیال این که ماشین خودشه تو خونه مامانش پارکش میکنه، یعنی تو خونه مادرشوهر مهسا، تا اینکه یه بار برادر سعید ماشین رو بر میداره میبره بیرون، نمیدونم چه اتفاقی. آره اونجا سر جریمه بوده، سر تصادف بوده، نمیدونم چی میان مثلا میگه ماشین داداشم، میبینن اصلا اسم داداش نیست. اینو متوجه شدم، از کجا این جریان رو کی برای تو تعریف کرد؟ خود مهسا گفت دیگه، میخواست به من بفروشتش. تلفن منو به مهدی کبریایی داداشش داد، تلفن مهدی هم به من داد. گفتش سعید از فهمیده، از فهمیدن سعید رو، سعید که فهمیدن نه، سعید فهمیده بود، ولی این که دیگه به خاطر ترس از سعید فروش ماشین رو کنسل کرد، این نبود. ببینید مهسا الان دو تا حالت به خودش گرفته، وقتی که تو ابردین بود سر سعید سوار بود، یعنی سعید از این میترسید، الان که اومده و گندکاری ها زده بالا، الان مهسا از سعید میترسه. میدونی چی میگن؟ بعد این داستان مونا موسوی
و پیجای فیکی که لیلی حقیقی گفت عرضم به حضور انورتون که دقیقا همون کاریه که با خواهر من کرد مهسا. یعنی مشکل من از اینجا شروع شد که پیج فیک ساخته بود به خواهر من اون کلیپای شما از یوتیوب رو فرستاده بود، گفته بود این رفته جز یه گروه های مخوف، نمیدونم این معتاده، این فلان، یه حالاً داستان ماستان. کی؟ که با این آیدی گفته بود، با این آیدی قبلاً مونا مرادی بود، زیبا. بعد وقتی میامد توی لایوای وحید، اونجا وحید و وازلین فرس صدا میکرد، یعنی به جای واعظی مهسا برای وحید نیمش وازلین فر، نمیدونم از این چرت و پرتایی که انجام میده. بعد بچه ها اینو با مرادی کرموشا اشتباه گرفته بودن، فکر کرده بودن این پیج مرادیه که با اسم مونا اومده، مونا مرادی ساخته. بعد هی رفته بودن بهش گیر داده بودن و ریپلای کرده بودن، مونا مرادی رو اوورد کرد مونا موسوی. خب مرسی، ممنون. دیگه صحبت یه جمله یه جمله سمیرا من بگم یادمون بمونه تو اینجا، نوشته بود که من کاظم‌تر از وحید در زندگیم ندیدم. من از اول لایف شات دارم به این جمله مهسا میخندم، خدا شاد، خدا مرگش بده. من بکنم زیبا از مجید. مجید تو از کجا میدونی که این اول مرادی بود بعد شد موسوی؟ این پیجایی که می ساخت و چون ما دوست صمیمی بودیم به من می گفت که توی لایوا با هم تیک بازی می کردیم، یعنی فقط توی لایوا می دونستم، من می دونستم که الان با پیج مثلا نسرین حبیبی مثلا یه پیج ساخته بود، عکس گل پاییزی، این یارو برگ پاییزی گذاشته بود و یه تاریخ تولد، نمیدونم تاریخ تولد نسرین 8/7، اونم زده بود مثلا می گفت من امروز با اون میام. بعد میخواستیم لایو بعدی بریم، میگفتش که من با لایو با پیج مونا مرادی میام، مجید مراد مونا مرادی منم. هر دفعه اینا رو چنج میکرد. من به خود لیلی دیشب پریشب گفتم، گفتم این پیج رو وقتی ساخت تقریبا مال برج دو، یعنی اردیبهشت و خرداد بود که ما تو لایوهای وحید میرفتیم، بعد این به وحید میگفت وازلین فر، خودش هر رو هر میخندید، منم حقیقت میخندیدم، خیلی اسم قشنگی در آورده بود مثلا. گفتم لیلی اینو اون موقع ساخت که دیگه صحبت ما به اینجا کشید که ما به لیلی گفتیم لیلی خانم زحمت لایف چت رو بکش. خب بعدش دیگه لایف چت رو میبندید. صدای خودم هم داره میپیچه. بچه بای بای. مرسی.